به نظر میرسه تنها راه تأمین کسری بودجه در دنیا انتشار اوراق هست. مثلا اینجاست که آیا چیزی که در دنیاست مثلا انجام میشه برای ما خوبه؟ نه. شما یک وام مثلا 200 میلیون تومانی از بانک گرفتید. میلید به بانک دوباره مراجعه میکنید، میگید که من یه بانک وام مثلا 200 میلیون تومانی دیگه میخوام. میگه اون رو تسویه کن، وام جدید رو بهت میدید. طرف نگاه میکنه من سوار بنزم، خونم هم مثلا نیاوران، 5 تا مثلا مغازه خالی هم دارم. من نمیگه تو آقا بجین که به من قرض بگیری چرا نمیفروشی اینا رو؟ دولت مرکزی به شدت تضعیف شده در کشور ما، یعنی دولتی که نقش حاکمیتی داره. این که دولت ما فقیره کی گفته؟ ما سالیان سال شعارهایی دادیم، بعدن خیلی صدمه خوردیم به خاطر اون شعارها. یعنی شما به این چاه ویل هر چقدر منو بدید بیشتر میخواد. آیا انتشار اوراق ابزار اشتباهیه که در اختیار دولت قرار گرفته یا نه؟ نه تنها مذموم نیست، بلکه باید به عمق بخشیدن بیشتر به این بازار هم کمک کرد. اینجا در استودیوی اکو ایران همایون دارابی و علی صدوندی همراهمون هستند که به سوالات اون پاسخ بدن. ضمن خوشامدگویی به شما آقای صدوندی، من اولین سوال از جناب علی بپرسم. سوال در واقع اولیش رو به نظرم بهتر باشه که اینجوری وارد موضوع شیم که آیا در دنیا هم مرسوم هست که برای کسری بودجه از در واقع انتشار اوراق استفاده بکنن، حتی مثلا در کشورهایی که مثل ما مثلا نصف بودجهشون حتی به سایزش بخوایم حساب کنیم کسری محسوب میشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترم برنامه و بینندگان عزیز این برنامه. واقعیت این است که به نظر میرسه تنها راه تأمین کسری بودجه در دنیا انتشار اوراق هست. یک فرایند طولانی شاید بیش از 100 ساله ما در زمینه سیاستگذاری بودجه‌ای یا سیاستگذاری مالی و سیاستگذاری پولی در دنیا داریم و به طور مشخص به این نتیجه رسیدیم که باید سیاستگذاری بودجه‌ای مالی از سیاستگذاری پولی مجزا باشه. یکی از ابزارهای این نوع سیاستگذاری رو از هم مجزا میکنه این هست که دولت کسری خود رو از محل اوراق تأمین کنه. در تمام کشورهای پیشرفته، دنیای پیشرفته، تقریبا اینجوری خدمتتون عرض کنم که کل کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق تأمین میشه. پس این توصیه‌ای که ما داریم میکنیم یک چیز عجیبی نیست در کشورمون. اتفاقا کشور ما عجیبه که چرا کسری بودجه دولت از محل اوراق تأمین نمیشه. اگر بخواید به این سوال پاسخ بدم، مشخصه چرا کسری بودجه دولت از محل اوراق تأمین نمیشه. چون اوراق موجب خواهد شد که کسری بودجه دولت در واقع شفاف بشه و این نکته اصلیه. نمیخوایم که شفاف سازی داشته باشیم. مثال میزنم خدمت شما، سال گذشته چندین بار به دستور در واقع به درخواست ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و به دستور مقام محترم ریاست جمهوری گذشته، بانک مرکزی از محل تنخواهگردان منابعی رو در اختیار دولت قرار داده. چه کسی متوجه شد؟ هیچ کس. یا مقام وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد به اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی دستور می‌دهند که منابعی و تسهیلاتی رو در اختیار دولت قرار بدهند. چه کسی متوجه می‌شود؟ هیچ کس. اما شما می‌بینید این توجه مبارکی که اخیراً به اوراق جلب شده و جذب شده از سوی مردم، این خیلی خیلی روند خوبی رو در نهایت ایجاد خواهد کرد. یعنی فرایند بسیار خوبی در نهایت آغاز شده که حساسیت مردم به بودجه دولت افزایش پیدا می‌کنه. این که حساسیت مردم به بودجه دولت افزایش پیدا کنه، دیگه دولت نمیتونه هزینه کردار رو هر جایی که خواست تخصیص بده، اختصاص بده. باید مردم رو توجیه کنه. چرا؟ برای اینکه یا باید منابع در واقع منابع بودجه رو یا باید از محل مالیات ها دولت تامین کنه یا باید از محل اوراق تامین کنه. مالیات ها به طور مستقیم روی زندگی مردم تاثیر میذاره، درآمد قابل تصرف خانوارها رو کاهش میده، بنابراین مردم حساسیتشون افزایش پیدا میکنه. از محل اوراق هم اگر بنا باشه بیش از حد دولت در واقع اوراق منتشر کنه، طبیعی است که نرخ بهره بالا بره، یا اینکه حالا نگیم نرخ بهره بالا بره، سرعت افزایش نرخ بهره ممکنه که زیاد باشه. به همین صورت شما میبینید که توجه عمومی رو جلب میکنه. این یک نکته بسیار خوبی هست که در آینده شما میبینید که تأثیر مثبتی بر فرایند رشد و توسعه در اقتصاد ایران خواهد گذاشت. جناب داری، من همین سوال رو باز از جناب علی بپرسم. چیزهای دکتر صدوندی میفرمایند که دلیلی که یکی از دلایلی که مخالفت وجود داره برای انتشار اوراق همین بحث شفافیتش هست. ما اگر شما رو در واقع از جز با توجه به اینکه فعال بازار سرمایه هم هستیم، بورسی ها که همیشه طرفدار از شفافیت هستن مشکلی با این قضیه ندارن. دلیل مخالفتی که این وسط وجود داره چیه؟ اون بحث شفافیته که قاطعا یک نقطه مشترک به لحاظ
هدفی هست. شما این گزاره رو قبول ندارین که بهترین راه تامین در فروش اوراق هست؟ ببینید مثلا اینجاست که شفافیت به وجود نمیاد. یعنی الان شما نزدیک 542 هزار میلیارد بر اساس گزارش‌های میرکاظمی به مجلس اوراق منتشر کرده دولت. آیا شما میدونید کجاست؟ ببینید مثلا اینجاست که ما اوراق رو در این اقتصاد کی وارد کردیم؟ 1373 که یا ببینید تا اون زمان بحث شرعیش خیلی مشکل داشت و بعد از اون هم داشت. حالا دولت اومد گفت آقا من یک سری اوراق منتشر میکنم برای طرح‌های اقتصادی خاص، میبرم اونجا صرف میکنم. اجازه گرفت. بعد از چند سال اومد اجازه گرفت که من اوراق عام المنفعه میزنم برای طرح‌های عام المنفعه دولتی. باز دوباره بهش اجازه دادنش. و در نهایت رسید به تریجری استیت، یعنی در واقع رسید به تریجری باند که شما الان اسناد خزانه دارید و پیمانکار میره کار میکنه بهش یه برگه میدید، میره 50 تومن 60 تومن میفروشه. مسئله اینجاست که آیا چیزی که در دنیاست مثلا انجام میشه برای ما خوبه؟ نه. اقتصاد محلیه، هر کشوری راه خودش رو باید بره. در اقتصادی که شما 70% جی دی پی تو متعلق به دولته، انتشار اوراق یعنی چی؟ کی میخواد اینو بخره؟ مسئله ما الان در حال حاضر اینه که ما در اقتصادمون اومدیم به دولت یک برگه سفید دادیم، گفتیم بیا منتشر کن. اول بهش پول دادیم، یه کاغذ امضا میکنه دستم. رشد نقدینگیمون رسیده به اینجا. الان هم بهش اوراق دادیم بر اساس اون گزارش که داره میده تا سال 1404 باید ماهیانه فقط 12 هزار میلیارد منتشر کنه که اوراقهای قبلی رو باز خرید کنه. شما به یک نفری که 70% اقتصاد رو داره، تمام امکانات بزرگم در اختیارشه، میخواید بهش بگید که آقا برو پول قرض بگیر، امورات جاری خودتو بگذرون. من میخوام بگم به یک دولتی که بهره‌وری نداره، بهره‌وری اقتصادی نداره، نزدیک به شاید از اول در واقع دهه جاری چی داره بود، مثلا نزدیک 1000 میلیارد دلار شما به این اقتصاد تزریق کردید، رشد اقتصادیتون به 2% هم نرسیده، الان برای چی دوباره بیاد قرض بگیره؟ مسئله اساسی ما اینه که وقتی دولت میخواد بیاد این کارو بکنه، داره فشار میاره به منابع بخش خصوصی، هر چند که بخش عمده این رو دوباره خود دولت داره میخره. یعنی ما قبل از عید میبینیم مثلا یک رپوی مثلا 45 روزه در واقع برگزار میکنه، میاد اوراق میده به بانک ها، بعد از مثلا عید میاد پس میگیره، یا همین چند روز پیش 60000 میلیارد رو دوباره رپوی معکوس میکنه. ما در اقتصادمون دیگه ظرفیت قرض گرفتن برای دولت نذاشتیم، یعنی اصلا نمیتواند این کارو بکنه. اگر کوتاه مدت هم نگاه کنیم، در تمام دنیا به خاطر اینکه دارین در واقع بحث کرونا و مسائل هست، دارن اوراق ها رو باز خرید میکنن، یعنی دارن پول تزریق میکنن، ولی ما برعکس داریم اوراق تزریق میکنیم. یعنی ما کاملا اگر میخوایم شبیه دولت باشیم، خب اونجا که اصلا کلا دارن اوراق رو باز خرید میکنن، یعنی اصلا خیلی از کشورها دیگه اوراقی نمونده بود که الان باز خرید بکنه. نرخ بهره رو میارن پایین تا چرخه اقتصاد رو بیفته. ما داریم در واقع برعکس کار میکنیم، داریم میگیم که آقا این دولت 70% اقتصاد مال توئه، هزینه جاریت هم نمیتونی بدی، پس بیا از این 30% بیچاره‌ای که حالا به هر نحوی پولی داره قرض بگیر، نرخ بهره هم هی ببر بالا، فضا رو برامون تنگ‌تر کن که چی، هزینه خودتون خودت بگذرونی. اونم دولت که این همه دارایی داره. مثلا اینجاست که من تو بازار، اگر من امروز بیام تو بازار بگم آقا من میخوام قرض بگیرم، طرف نگاه میکنه من سوار بنزم، خونم هم مثلا نیاوران 5 تا مثلا مغازه خالی هم دارم، به من نمیگه تو آقا بجین که به من قرض بگیری چرا نمیفروشی اینا رو، یا اگرم میخوای قرض بگیری به من بگو کی میخوای پس بدی. ما الان وضعیتمون به گونه‌ای شده که دولت داره اوراق منتشر میکنه به این امید که اصلا پس نده، یا بعداً اوراقی بگیر که دوباره بذاره جا اون. یعنی شما وقتی امسال هزینه جاریتون رو در واقع نمیتونی پوشش بدی، آیا سال دیگه قرار معجزه بشه که 20% بیشتر از امسال هم دوباره روش بذاری بدی؟ پس این میره میشینه کجا؟ دوباره تو کسری بودجه. واقعیتش هم اینه که بخش عمده این اوراق ها رو بانک ها و وابسته به دولت میخرن. پس عملا چه اتفاقی میفته؟ در نهایت میخواد داره پول چاپ کنه. ما پیشنهادمون اینه که دولت اگر میخواهد کسری بودجه خودش رو کنه، اولش باید چون دخلت نیست خرج رو حسه تر کن. چرا بودجه 800 هزار همتی رو میبری مجلس 1200 برمیگردونی؟ خب آقا بگو ندارم، حداقل تکلیف همه رو مشخص کن، برو چی بکن؟ هزینه ها تو کم کن. هزینه ها تو نمیخوای کم بکنی، میخوای قرض بگیری، به من بگو که این قرض رو کجا میخوای مصرف کنی، با چه برگشتی؟ تو اقتصادی که تو 1000 میلیارد دلار بهش تزریق میکنی، رشد اقتصادی میشه 2%، تو هر چقدر بیشتر به این اقتصاد منابع تخصیص کنی تفاوت ایجاد نمیشه.
چرا منافع رو بخواید این منابع رو بهش تزریق بکنی به این ساختار بدون بهره‌وری بدون کارآمدی؟ خب اینم باز میگی قبول، میگم آه تضمین بده که سال آینده یا دو سال آینده تو اینو پس میدی، ولی که همین تضمینی هم نیست. یعنی وقتی تو الان میای میخوای قرض بگیری آقا بگو من این منفعت رو میگم. بعضی موقع ما میگیم مالی قاجاریه، حالا ما بعضی موقع جوونم که بودیم هیچ بعد ویرا بهشون میگفتیم حالا مثلا فلان کار میکنم، ولی این وقتی میخواد قرض بگیره حداقل یه چیزی پشتوانه میذاشت. مثلا میگفت آقا من خواهم دارم مثلا سفر اروپا 200,000 لیر میخوام قرض بگم، گمرکات جنوب مثلا میذارم وثیقه، اگه من نتونستم پول بدم آقا تو برو گمرکاتش جنوب بگیر، مثلا عوایدشو بگیر پولتو بردار. امروز وقتی شما در این اقتصاد هیچ تعهدی نمیدی که چگونه من میخوام این پولو پس بدم، بحث شرعی بودنشو بذاریم کنار، بحث اینه که این پولی که داری میریزی به این دولت میدی صرفا داره به باد میره. پس نباید اجازه بدیم همون منابع کمی که در بانک ها از محل سپرده های مردم جمع میشه، در هولدینگ ها از به هر حال سهام مردم هست که برای مردم پول گذاشتن اینا، این منابع کم به جای اینکه صرف بخش خصوصی بشه دوباره برگرده به دولت، این هدر دادن منابع است. جناب سعدوندی به نظرم دو تا نکته توی صحبت های آقای داربی هست که به نظرم نکته حداقل من دارم خودم جواب شما رو بشنوم. بحث سایز دولت به هر صورت موضوع کوچکی نیست، ایشون میفهمن در اقتصادی در اشل ایران که دولت این ابعاد رو داره، شما دادن ابزاری مثل اوراق صرفاً یک چیز خطرناک رو دادن به در واقع یک فردی هستش که اراده ای لااقل در کنترل مخارجش نداره. نکته دیگر بحث بازگشتش بود، یعنی من حالا برداشتم از صحبت جناب داربی بود که یه بازی پونزی این وسط گویا داره اتفاق میفته دیگه، روی هیچی داره رو دار در واقع همچین ماجرایی بدون هیچ پشتوانه ای، این رو هم بفرمایید که در واقع چه پاسخی هست. بله بسیار خوب. ببینید یک سری اصول تحلیل رو ما باید در اختیار جامعه تحلیلگران مالی اقتصادی قرار بدیم تا متوجه بشن که چرا در تمام کشورهای پیشرفته بدون استثناء وقتی قرار هست کسری بودجه تامین بشود از محل اوراق تامین میشود. دقیق میفرمایید یک نکته این هست که نه فقط در دولت ها بلکه شرکت ها هم وقتی که بدهی دریافت میکنند بنا نیست که این بدهی رو به طور کامل در یک لحظه‌ای باز پرداخت کنند. دقیق می‌فرمایید. بلکه بنا هست که نسبت‌های بدهی رو رعایت کنند. یا بنا هست که در سر رسید اون بدهی رو پرداخت کنند. شاید برای شما پیش اومده باشه، شاید برای مخاطبان عزیز این برنامه پیش اومده باشه. شما یک وام مثلا 200 میلیون تومانی از بانک گرفتید. میلید به بانک دوباره مراجعه میکنید، میگه که من یه بانک وام مثلا 200 میلیون تومانی دیگه میخوام یا یه وام 300 میلیونی میخوام، میگه اون رو تسویه کن وام جدید رو بهت میدیم. دقت فرمودید شرط جاری بودن بدهی ها همین مسئله است. یعنی اگر دولت توانایی رولوور داشته باشه، توانایی قلطاندن و بازپرداخت و بازنشسته کردن بدهی های موجود رو داشته باشه، دولت مستحق دریافت بدهی جدید خواهد بود. دقت فرمودید مسئله بازی پانزی اصلا در مورد دولت معنا نداره، در مورد خانوار و فرد معنا داره، چون ما عمر دولت رو محدود در نظر نمیگیریم، نامحدود در نظر میگیریم. خب حالا ما میایم میبینیم که نسبت‌های بدهی در ایران چگونه است، در دنیا چگونه است. ببینید حالا من یه مثال خدمت شما بزنم، مثلا ایران خود رو اگر که همیشه مثلا نسبت بدهی 40% رو هدف قرار بده و به این نسبت پایبند باشه، ما هیچ وقت نمیگیم این شرکت ورشکسته است، بلکه میگیم این شرکت بسیار خوب داره عمل میکنه. همینطور شرکت اپل، شرکت تسلا. دقت میفرمایید پس بنابراین نسبت بدهی باید رعایت بشه. نسبت بدهی جهت اطلاع شما و بینندگان عزیز، نسبت بدهی ما به صورت اوراق بسیار پایینه. دقت میفرمایید بسیار پایینه. یعنی چی؟ یعنی نسبت بدهی خارجی ما زیر 2%. اگر در دنیا تا امروز دولتی دچار اعصار شده، دچار ورشکستگی شده، از مسیر بدهی دچار ابر تورم شده، مثال میزنم خدمت شما کشور ونزوئلا، یا دچار تورم بالا شده، مثال میزنم خدمت شما کشور آرژانتین، اینها مشکلشون این بوده که بدهی خارجی منتشر کردن، از خارج با ارز خارجی بدهی در واقع ایجاد کردن. مثال دیگه خدمت شما میزنم، چند سال پیش مستحضر بودید در اروپا کشور یونان دچار مشکل بدهی ها شد و خیلی مسئله داشت بحرانی میشد و کشورهای اروپایی همه دست به دست هم دادن که مسلمانان یاری کنید. خلاصه دقت میفرمایید این یونان چه اتفاقی افتاده بود؟
یونان پول ملی ندارد. تمام بدهی که کشور یونان و کشورهای اروپایی منتشر می کنند در واقع به منزله بدهی خارجی است، چون نمیتواند در آینده از بانک مرکزی کمک بگیره از طریق عملیات بازار باز نرخ بهره بین بانکی و بازار اوراق رو بازار سازی کند. این مزیت بزرگ کشور ماست که ما میتوانیم سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم و میتوانیم از طریق اوراق کسری بودجه خودمون رو تأمین کنیم. این نکته در مورد بازی پانزی. در مورد اندازه دولت که شما فرمودید، این باز پیچیده است، یعنی باید بالاخره یه مقدار شفاف سازی و آگاه سازی صورت بگیره. دولت ما جهت اطلاع حضرت عالی، دولت ما یکی از کوچکترین دولت هاست در کشورهای در سایز ما، دقت فرمودید، ولی این به این معنی نیست که دخالت دولت کمترینه، شاید بالاترین باشه در دنیا، دقت می‌فرمایید. یعنی چی؟ ببینید، ما یک دولت داریم، یک نیمه دولت داریم. این دولت ما متاسفانه از نظر حاکمیتی به شدت تضعیف شده. اندازه دولت نسبت به جی دی پی در شاید کوچکترین دولت‌هایی که نسبت به اقتصاد یک کشور داریم، که مثلا در امریکا باشه، در میان کشورهای پیشرفته مثلا یه چیز حدود 25%. در ایران این نسبت رسیده بین 15-20%. یعنی در جی دی پی؟ بله. پس 80% جی دی پی ما در اختیار دولته. توضیح میدم. بفرمایید، بنده متخصص این قضیه هستم. اگر نه خب من میخوام بدم شما با شرکت های دولتی و خود دولت، شما الان نزدیک 70% اقتصاد دولت در اختیار دارید. حالا برمیگردیم به شما. آقای دارابی، خدمت شما توضیح میدم. بنده دیروز به این مسائل نرسیدم. من حداقل از سال 1370 فقط در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتم. پس بنابراین فعال بازار سرمایه هم هستم و دلسوز بازار سرمایه هم هستم. ببینید، در مورد دولت، دولت مرکزی به شدت تضعیف شده. همین نکته که آقای دارابی الان فرمودن، دولت مرکزی به شدت تضعیف شده در کشور ما، یعنی دولتی که نقش حاکمیتی داره، یعنی دولتی که نقش مثلا اعمال قانون داره، قانونگذاری داره، امنیت، رفاه، دقیقا می فهمید، باز توزیع درآمد، تأمین اجتماعی که متاسفانه الان دولتیه و به نظر بنده باید خصوصی بشه، مسئله آموزش و مسئله بهداشت، همه اینها رو شما ملاحظه میکنید یک چیزی بین 15-20% جی دی پی با معیارهای مختلف، متاسفانه یک دولت فقیر ذلیلی باید اینا رو پوشش بده. در مقابل اینا شما بخش دیگر دولت رو میبینید که دیگه دولت نیست، شرکت های دولتی هستند، نهادها هستند. دقیقا می فهمید، اینها قدرت بسیار بالایی دارند. اینها وزنشون چقدر میشه؟ وزنشون قطعا از دولت به مراتب بالاتره. دقیق میفهمم، این مشکل اساسی ماست. خب چه کسی باید بر اینها نظارت کنه؟ اون دولتی که هر روز تضعیف شده. دقیق میفهمید، اینها مشکلات اساسی کشور ماست که کار رو به اینجا رسونده. ما دولتمون از نظر حاکمیتی به شدت تضعیف شده. حالا دولت چگونه جبران میکنه؟ منابع مالی که نداره دولت دیگه که در اقتصاد دخالت کنه. یه زمانی درآمد نفت بود، متاسفانه این درآمد نفت هم تبدیل به پای پولی میکرد و در اقتصاد به یک نحوی تورم ایجاد میکرد، ولی بالاخره منابع غنی ریالی و منابع غنی ارزی در اختیار داشت، اعمال سیاست میکرد از طریق درآمد باد آورده. دولت اون رو هم نداره. دولت چگونه در اقتصاد الان داره دخالت میکنه؟ الان دخالت سرکوب گرایانه داره، از محل مجوزها، از محل تنظیمگری نادرست، از محل مقررات دست و پاگیر، از محل مانع گذاری به جای مانع زدایی. دقیق میفهمید، این وضعیت دولت ماست. حالا چگونه ممکنه ما این دولت رو تقویت کنیم؟ اگر ما نظام مالی دولت رو تقویت کنیم مسئله حل میشه. جناب دارابی عزیز میفرمایند که، یعنی برداشتشون این است که اگر ما اوراق نداشته باشیم مشکل حله. خیر، ببینید، بدهی داره صورت میگیره، بدهی داره انجام میشه، این بدهی موجب تورم میشه. حالا فعالان بازار بورس برداشتشون اینه که اگر بدهی از پایه پولی تأمین شد یا از نظام بانکی تأمین شد، چون تورم ایجاد میکنه به نفع بازاره، در حالی که یک سال اخیر دیدیم که بازار بورس از تورم جا مونده. این چه نوع سیاستی است که هیچ ثروت آفرینی ندارد؟ دقت میفرمایید، ما هدفمون این هست. ببینید، میفرمایند که شفافیت. شفافیت یعنی همین که امروز ما اینجا نشستیم. الان اکو ایران آیا، یا مثلا رسانه های دیگری که ما داشتیم در طی سالیان سال، وقتی دولت همواره دستش در جیب بانک مرکزی بود، هیچ وقت اومدن چنین برنامه رو ترتیب بدن؟ هیچ وقت مخاطب رو میتونستن جذب کنن؟ اگر بحثی در مورد بدهی دولت، در مورد بودجه ریزی دولت صورت میگرفت،
همین که الان میبینیم این بحث صورت گرفته، یعنی اوراق موفق شده توجه عمومی رو جلب کنه. حالا برای یک مسئله مهم باید بهش دقت کرد. من مثلا دارم از خودرو یا از اتومبیل دفاع میکنم. یک خودروی بنزی ما در اختیار شما قرار میدیم، راننده حال خوبی نداره، میره در جام اتومبیل رو میندازه تو دره. دقت میفرمایید این آیا اشکال راننده است یا اشکال خودروه؟ ببینید الان اگر از اوراق به نحوی استفاده میشه که بازار سرمایه بره به 200 برسه، بعد برگرده سقوط بکنه، دوباره بره بالا، دوباره بیا سقوط بکنه، ببینید این ابزار مشکل نداره. این سیاست گذاره که به درستی عمل نمیکنه. حالا اگر فرصت باشه من خدمتتون توضیح خواهم داد. بفرمایید. در مورد همون 73 فعلا صحبت کنیم. حالا من یه مسئله آره هست. اون 70 درشون میفرمایند که دولت نیست، شبه دولتیای هستن که هزینه برای دولت ندارن احتمالاً. ببین اولا که من این مسئله رو رد کنم که تورم باشه. من نگفتم هزینه ندارن. اینها بسیار اتفاقا دستشون بازه. اصلا شرکت دولتی شدن که دستشون باز باشه. بله ببخشید. ببین اصلا تورم هیچ ارتباطی با این قضیه نداره. یعنی بورس چه تورم چه باز مسئله جداست. کما این که همین الان هم که شما مثل سیل اوراق منتشر میکنید تورمتون 45% اصلا اوراق صفر بوده آقای داربی. اوراقی از مهر تا از اول سال تا الان 126 هزار میلیارد منتشر شده. نه از اول سال بله از مهر پارسال هم همین بود. مهر آبان رو میفهمید. نه مهر این دو ماه رو بذارید کنار چون این خاطر که دولت تمام اجازه‌ای که در لایه بودجه گرفته بود در 6 ماه نخست انجام داد. درست. خب یعنی این یعنی سیل. بس اساسی من اینه که وقتی من 540 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر میکنم سهم بخش خصوصی چقدره؟ کلا 40 هزار تا. اونم تازه بخش‌های دولت، بخش‌های عمومی و خصوصی، یعنی کل اوراقی که شما در بازار بدهی تهران میبینید سهمش نسبت به اون چیزی که دولت اون 1/12 یا 1/13 حالا بعضی تا 1/15 هم بده. یعنی 1 تومان در برابر 15 تومان. این که دولت ما فقیره کی گفته؟ نفت، گاز، پتروشیمی تماما در اختیار دولت. معادن کاملا در اختیار دولت. حتی اونهایی که فروخته. حتی مثلا چادر ملو و گلگهری که در اختیار مرکز خصوصی با پول مردم توسعه پیدا کرده، پروانه در اختیار دولته. تمامی املاک و مستغلات و زمین‌ها در اختیار کیه؟ در اختیار دولته. تمامی بنادر، تمامی جاده‌ها، تمامی منابعی که شما بگید، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، بیمه ایران، بانک‌ها، این چه دولت فقیریه؟ شما با این عظمتی که دارید می‌بینید تمام صنعت برق، تمام آب، تمام گاز، مگه اینها چیز کمیه؟ بعد شما به این دولتی که از همه جهت پره، یک میدان نفتیش میتونه تمام اقتصاد شما رو تامین کنه، بخش خصوصی، بعد به این میگی که آقا تو خیلی خوبی، هزینه کن همینجوری، رشد اقتصادی هم نداشته باش، تو هزینه جاری خودت موندی؟ بیا از اینا قرض بگیر. این هزینه کجاست؟ این از کجاش میخوای قرض بگیری؟ این که مردم یک سپرده کمی که دارن در بانک ها، تو بیا با این بانک ها بگو 3% تو باید حتما سوردار بخری. چقدر از وام هایی که داده میشه در واقع وام جدیده؟ کمتر از 15%. بخش عمدش رولاپه. یعنی شما دوباره وام جدید داری نمیگیری، همون قبلی ها رو داری جلو میبری. من میخوام بگم توسعه بیش از اندازه بازار بدهی به دولتی باعث عدم توجه دولت به مسئله بهره‌وری میشه. یعنی شما به این چاه ویل هر چقدر منابع بدید بیشتر میخواد. نمیتونید اینقدر منابع به این اقتصاد بدید. نمیتونید باید یه جایی بشه که آقا اگر من منابع میخوای باید در برابرش از دارایی ها چشم پوشی کنی. باید خودتو سبک بکنی. نمیتونی یه شرکت ملی نفت داشته باشی که به لحاظ ابعادی در حد آرامکو باشه، چون به هر حال سومی یا چهارمی منبع بزرگ انرژی دنیا رو در اختیار داری. اون میاد نزدیک 2000 میلیارد دلار ارزش داره، فلان قدر مثلا نزدیک 100 میلیارد سود میده، این بیاد بگی من 50 میلیارد دلار بدهی دارم، سودم که نمیتونم بدم، حالا من میخوام برم اوراق بفروشم بدم به این، که همین اتفاق هم میفته. یعنی شرکت ملی نفت می اوراق میفروشه که من تامین معنوی کنم. شما حالا سوال من اینه که به لحاظ منطق اقتصادی فرض کن شما مالک شرکت ملی نفت، تو باید به اقتصاد تزریق کنی، اقتصاد به تو. این مسئله است. من میگم این دولت با این ابعادش مثلا میخواد اوراق منتشر کنه. بر فرض اون زمانی هم که میگفت آقا من چی میبرم در یک چی بود دیگه، اون زمانی میگفت مثلا من طرحهای صد سازی اوراق، انتشار اوراق دولتی، طرحهای آبی، چند تا صد ساخت؟
مگه اوراقی که منتشر میگه کجا میبود؟ در نهایتش تبدیلش میکرد به هم. ببین الان ما اسممون مثلا ایرانه، ساختار اوراقمون با نیویورک فرقی نمیکنه. اسناد خزانه میدیم با کسر، سود ثابت 20%، همه اینا رو داریم. اصلا هم هیچ بحثی میگم اصلا بس شهریشو میذاریم کنار. ولی مسئله اینجاست که در نهایت نهایت اینه که شما در این اقتصاد وقتی منابع میدی به این دولت باید بازخورد بگیری. حالا چه اتفاقی میفته در نهایت؟ دولت الان 540 هزار تا بدهکار دیگه. ما 12 هزار تا باید اوراق بفروشه تا قبلی‌ها رو بده. وقتی نتونه چیکار میکنه؟ مثلا همین چند روز پیش 60 هزار میلیارد ارزش عمر به بانک‌ها. از کجا؟ پایه پولی تورم. یعنی شما به این ساختار هر چقدر اضافه بکنی منابع بیشتری براتون خلق نمی‌کنه که برگردونید بذارید سر جاش. باز این به تورم ختم میشه. یعنی این چه با بگیم بورس، چه در واقع هر چیزی هست، شما هر کاری در این اقتصاد بکنید با این ذریب بهره‌وری دوباره به پایه پولیتون اضافه میشه. کما اینکه هر زمانی که شما هر توجیهی گذاشتید که بگید آقا این دولت اگر خودشو جراحی نکند نمیتواند بازی ایجاد بکنه، باید بری آقا من پول نمیخوام، مگه کسری داری؟ بیا میدان یادگار بذار وسط، یادآوران بذار وسط، مردم پول میدن توسعه میدن دیگه، بردار تو اقتصاد تزریق کن. امروز میخواد پول میخواد قبول، برو 100 هزار میلیارد میخواد، ولی یه چیزی از خودت بکن که سبک بشی، نمیتوانی کل اقتصاد رو در اختیار داشته باشی برای اون بخش کوچیکمی. بر تو تا کی میخواد روی با اقتصاد مالیات سوار کنی وقتی رشد اقتصادی نداری؟ تو تا کی میخوای از اقتصاد قرض بگیری در حالی که هیچ چی بهش اضافه نمیشه؟ در نهایت به بنبست میرسیم که هم امروز هم رسیدیم. الان اینکه حالا بحث اینه که حالا سران سقوفه تصویر کردن 50 هزار میلیارد دیگه اوراق منتشر کنه، حالا مقام معظم رهبری حالا تایید نکرده یا حالا بحثای مربوطه، کار درستی شده؟ آخه این حل من مزید آخرش باید یه جواب داشته باشه. از کجا دکتر میگن تو دنیا هیچ حدی نداره؟ مگه میشه حد نداشته باشه؟ کی گفتم این مسئله رو؟ شما میگه هر اقتصادی مقداری... باید بی نهایت میتونه اوراق منتشر کنه؟ من چنین صحبتی نکردم آقای دکتر. خب از کجا الان این اوراق هایی که الان در تهران منتشر داریم میکنیم همین الان یا منتشر شده مثلا همین 540 هزار تا 360 هزار تا، هیچ کسی که آمار درستی از چی نده، در نهایتش از کجا قرار تصویر بشه آقای دکتر؟ بله. الان 120 هزار تا فقط امسال سررسی داری. از کجا میدی؟ چشم من توضیح بدم خدمتتون. ببینید اینا یه سری مباحث بالاخره فنیه. فنیه خب اینا ما من آدم های فنی هستیم دیگه. احسن. اگر از بنده میخواید به عنوان متخصص این زمینه خدمت شما توضیح بدم که در دنیا چه میگذرد و چگونه مطبق توانستن در کشوری مثلا مثل ژاپن که تورم بالا هم داشت. در ژاپن دولت شما یه اینقدر دولت داری، یک بخش خصوصی بزرگ. یعنی شما در اقتصاد ژاپن شاید به لحاظ اندازه ایران به لحاظ تعداد کارمند مثلا با یک دهم داره کار میکنه. بله اینا بالاخره یه مقدار همش خصوصیه. آقای دارا بنده ژاپن بودم، شما احتمالاً تشریف نداشتید. چرا؟ یه مقدارش افسانه است، یک مقدارش هم بنده خدمتتون به عنوان متخصص توضیح بدم فکر میکنم بهتر باشه، یه مقدار آگاه بشیم. دقت میفرمایید ما سالیان سال شعارهایی دادیم بعداً خیلی صدمه خوردیم به خاطر اون شعارها. همین شعارهای خصوصی سازی بی‌ضابطه‌ام دیدی مشکل ایجاد کرد. دقیق می‌فرمایید من با شما همسو هستم که دولت ثروت زیادی رو در اختیار داره. بیشتر از اینکه دولت ثروت داشته باشه، دولت اختیارات زیادی در دست داره. دولت دخالت‌های زیادی در اقتصاد می‌کنه. دولت جلوی بخش خصوصی رو می‌گیره، می‌بنده. دولت مانع زایی می‌کنه، مانع زدایی نمی‌کنه. اما خب سوال اینجاست، خب چه کسی، کدام یک از فعالان بازار، کدام یک از اساتید اقتصاد سعی کردن در جهت تسهیل کسب و کارها عمل کنند؟ حداقل یکیش بنده بودم دیگه، چند نفر دیگر شما میتونید پیدا کنید. ما تلاشمون دقیقاً همین مسائلی است که شما میفرمایید آقای دارابی. ما تلاشمون این است که دولت رو کوچک کنیم، ما تلاشمون این است که دولت رو کارآمد کنیم. اما وضع موجود رو هم باید دید. وضع موجود اینطور هست که متاسفانه بخش‌های مختلف دولتی، حتی شرکت‌های دولتی رو انقدر ما منابع رو از اینها دریغ کردیم که اینها نحیف شدند، ضعیف شدند. اینها دیگه از نظر شما دیگه خودتون متخصص حسابداری هستید، می‌دونید شرکت مثلا بسیاری از شرکت‌های دولتی اینها در آستانه احصار هستند. ما اینا رو خصوصی کنیم کی میاد بخره؟ خب راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما اینها رو چابک کنیم، ما اینها رو بازسازی انجام بدیم، ریستراکچرینگ انجام بدیم، جراحی کنیم به قول شما، منتها نه جراحی که به مرگ بیمار بی انجامد،
جراحی که به حیات مجدد بیمار بیانجامد. چگونه ممکن است شما جراحی کنید که به حیات مجدد بیمار بیانجامد؟ باید وضعیت نظام مالی اصلاح بشه، باید تأمین مالی به درستی صورت بگیره، باید به پروژه‌های سودآور منابع برسد در نهایت. الان ببین نکته که شما به درستی فرمودید، من توضیح میدم چرا شما دلیل رو مطرح نمی‌کنید، عارضه رو مطرح می‌کنید. ببینید شما فرمودید که اوراقی که شرکت‌های دولتی انتشار ببخشید شرکت های خصوصی انتشار دادن خیلی محدود بوده. حالا صحبت اینجاست که حتی اونها هم که به اسم شرکت خصوصی مثلا شما می‌بینید در بورس منتشر شده، خیلی داشت در نهایت به یک نفعی به دولت متصل میشه. اما واقعیت این است که من چرا فعال بورسی ما نمیاد اعتراض بکنه که سالیان سال هست از شرکت ها ما تقاضا میکنیم که تضامینی بیارن که اصلا قابل تصور نیست، اصلا قابل انجام نیست، تضامین بیارن برای انتشار اوراق. آقا این ابزار ساخته شده برای زمانی که شما تضمین ندارید. اگر تضمین داشته باشن یا اگر وثیقه ملکی داشته باشن در شمال شهر تهران که در اختیار بانک قرار میدن و بلافاصله تسهیلات رو به راحتی دریافت میکنن. بنابراین این که الان ما به اندازه کافی و من با شما همسو هستم کاملا، ما به اندازه کافی شرکت های بورسی ما از بازار استفاده نکردند، اوراق منتشر نکردند، بدهی ایجاد نکردند، دلیلش این نیست که اوراق دولتی منتشر شده، دلیلش این است که ما محدودیت های دیگری بر اینها قائل شدیم و کسی نبوده که اوراق دولتیش فزر پرید. نه قطعاً این الان نیست. مبارکه 2000 میلیارد تومان اوراق داره. بله. 20000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی داره. بله. خب چرا اینطوریه؟ احسنت. خب چرا اینطوریه؟ بانکی رو ازش وثیقه گرفتن. عرض می‌کنم چرا. مسئله اینجاست که اگر شما می‌خواستید توی یک فضای عادلانه ایجاد کنید، این الان باید 2000 تا داشته باشه. بله احسن. چرا نداره؟ چون ما ببینید ما یک نظام تسهیلات دهی بر مبنای وثیقه گذاشتیم. این کار اشتباهی، این نکته اول. خب میگم اونجا اصلا وثیقه گذاشته وام گرفته. احسن. ببین همینه. ببین اگر شما اینجا هم می‌خواستی وثیقه بذاری باید این فرصت برابر رو داشت. حالا اجازه بفرمایید الان توضیح میدم خدمتتون. مسئله بعدی اینجا مسئله هست. نه ببینید شما آخه کلام منعقد نشده. شما وقتی میاد اوراق منتشر کنید 9 ماه طول می‌کشه. احسن. ولی می‌خواد تسهیلات بگیرید یک روزش میدن. مسئله احسنت. ما دقیقاً همسو هستیم. پس ببینید دو تا مسئله دولت نگذاشته یعنی تصمیم گیری دولتی. حالا اگر همسو هستیم حداقل وقتی همسو هستیم اجازه بدید کلام منعقد بشه. اگر حالا اگر ما اختلاف داشته باشیم چی میشه؟ ببین دقت بفرمایید آیه دارابی عزیز. ببینید مسئله که به وجود آمده این هست که ما یک نظام بانکی تأسیس کردیم در دنیا بی‌نظیره، نظام بانکی که بعد تسهیلات دهیش به هیچ وجه سودآور نیست، نظام بانکی که سپرده قانونی باید نگه داره، روی سپرده ها داره 18%، 17%، 15% سود میده، از اون طرف از تسهیلات هم یه چیزی حدود 17% دریافت میکنه. این که مشخصه که این نظام بانکی ما پایدار نیست و اوراق اون وقت چون در بازار آزاد تعیین میشه، به درستی در واقع نرخ تعیین میشه، نمیتونه رقابت کنه با یک نظام بانکی سوبسیدی که در نهایت به ورشکستگی کل نظام بانکی خواهد انجامید. دقت میفرمایید اینا نکات ریزی هست که ما مد نظر قرار نمیدهیم. در مورد اوراق دولتی من خدمتتون عرض کنم، ببینید حجم اوراق دولتی ما نه فقط بالا نیست، بسیار پایینه. ما الان دیدیم اوراق حراسی که 2 ماه گذشته راه انداختن فعالان بازار به کجا انجامید. همین امروز دوباره بازار منفی شده. اینا چون بسیاری از افراد وقتی یک واژه ناشناخته مثل اوراق مطرح میشه که وجهت که مسائل علمی متعدد داره، پیچیدگی‌های زیادی داره، دقت می‌فرمایید، ما اینو میام یه دفعه مطرح می‌کنیم، آقای دارابی فعال بورس مورد اعتماد جامعه یه دفعه میاد اعلام می‌کنه اوراق داره منتشر میشه، فاجعه به بار اومد، در حالی که نسبت‌ها باید در نظر گرفته بشه. دقیقاً فهمید شما فهمید 120 خورده هزار میلیارد تومان برای مردم. ببینید همین توییتی که چند هفته پیش در اومد، 2 هفته پیش در اومد، نوشته بودن که بازار 3-4 هزار میلیارد تومان، قطعاً آقای دارابی هم دیدن 3-4 هزار میلیارد تومان حجم معاملات بازاره، امروز 100 هزار میلیارد تومان اوراق دولت منتشر کرده. 100 هزار میلیارد تومان، میدونید درستش چی بود؟ 3-4 هزار میلیارد تومان بورس، در بورس واقعا معامله سهام صورت گرفته بود. 100 هزار میلیارد تومان نبود، 100 میلیارد تومان بود، هزار برابر ما اومدیم در توییت. ببینید اینها یعنی زشته. 60 هزار میلیارد تومان اوراق رز چی ریورس شد؟ نه ریورس شد اصلا این بحثا. ببین اصلا آخه کار آمار، ببینید یه موقع من میتونم آمار رو ببینید، من میتونم آمار رو بگم تا حد هزار، یا میتونم آمار رو تکذیب کنم. یعنی کسی نمیتونه بگه آقا ما مثلا 27 هزار میلیارد تومان. ببینید آقای دارابی اینها، ببینید این عدده، نه شما اصلا شاید اطلاع ندارید مثلا معاملات ریپو چیه که بانک مرکزی بین بانک ها انجام میده. اگر اطلاع دارید که میدونید که این مسائل نیست که شما میاد ریپو رو متصل میکنید به اوراق دولتی. اوراق دولتی جدید از روز اول مهر تا الان منتشر نشده.
اگر که ببینید ما مشکلی که از نیمه مجوز دیگه دولت نداشته باشه تا آخرین لحظه استفاده کرده اصلا چنین چیزی مشکل اینجا نیست، مشکل جای دیگه است. من خدمتتون عرض می‌کنم مشکل از کجا به وجود آمده. اگر به همین صورت ادامه پیدا بکنه بازم دچار مشکل خواهیم شد، در بازار بورس دچار مشکل خواهیم شد، در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل خواهیم شد، در کل بازار دارایی‌ها دچار مشکل خواهیم شد. دقت بفرمایید اجازه بفرمایید نباید بورس رو راه چی ببینید این که دولت مثل یک اسفنج منابع رو از تمام بازارها کشیده چنین چیزی نیست، کاملا اصلا کاملا نادرسته، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی شما امروز همین الان اخزا دارید با نرخ در واقع ساده 26.9% بله اینا همش من از شما میپرسم الان شما تخصصی متوسط رو بگیرید دیگه. متوسط بگیرید دقیقاً میگم خب اصلا از کی ببین چیزی که در اختیارتونه من کاری ندارم شما متوسط بگی. میگم آقا این چیزی که اینجا الان گذاشتیم رو میز 26.9% حتی اگر چنین چیزی باشه که باید ببینم که چه بوده. ببینید شما یک ادعایی میکنید رسید 10403 واقعا ادعای میکنید شما میدانید نه آقای دارابی ببینید متوسط نرخ الان یه چیزی حدود 23% دقیق میفرمایید. حالا ما میخوایم قلوب کنیم اخراج کنیم بعید اختلاف 3% بحث بشه اجازه بدید. حالا مثلا اختلاف آقای شما من میخوام حالا بگید 23 شما رو خب من الان میخوام اسد الوکیشن کنم درسته؟ ببینید شما یک سری مسائل اصلا نمیبینید آقای دارابی. ببینید من توضیح بدم خدمتتون. ببینید از نیمه دوم سال 98 مطلقا اوراق منتشر نشد. دقیق میفرمایید اجازه بدید من صحبتام تموم بشه. اجازه بدید نه لبخندم نزنید خواهش میکنم. بنده بالاخره تخصص دارم. همه آمارا هست. اجازه بفرمایید آقای دارابی عزیز با آبرومون رو حفظ کنیم بهتره. حالا بالاخره بندم شأنی دارم که به نفع شما تموم نخواهد شد. منتشر نشد ولی خب اینه که الان مطلبتون رو بفهمید. اگر اجازه بدید منعقد بشه به نفع شما تموم میشه. باور بفرمایید به برای شخصیت شما بهتره. ببینید از روز از چون نمیذارن کلام منعقد بشه این تخیلاتم پیش میاد. ببینید از روز از نیمه دوم سال 98 یعنی از اول مهر سال 98 ما نمیبینیم اوراق منتشر بشه. چرا؟ برداشت وزیر محترم وقت اقتصاد این بوده که می توانیم سهام رو باد کنیم به مردم با چند برابر قیمت. کدوم وزیر اقتصاد؟ حالا 98 دیگه مشخصه. 98 آخه اجازه بده من عقد بشه. نیمه دوم رو گفتم. نیمه دوم عرض کردم. عزیز من خواهش میکنم برای شأن شما. من آیدش مثلا معتقد بود که باید سهام رو باد بکنیم اوراق منتشر نکنیم. یک روایتی رو من خدمت شما عرض کنم. دقت فرمودید بعد ببینید به کی باید لبخند بزنید. از روز اول مهر شما در نظر بگیرید سال 98 اوراق منتشر نشده. در تمام این مدت باید اوراق منتشر میشد مثل سایر کشورها مقدار اندکی هر ماه هر هفته هر روز در کشورهای دیگه به طور مشخص برنامه‌ای ارائه میشه. کسری بودجه رو همه مردم اطلاع دارن کسری بودجه چگونه داره تامین میشه. اوراق منتشر نمیشه، برداشتشون این است که از بازار بورس میتونن تامین کنن. فعالان بازار از جمله آقای دارابی به شدت حمایت کردن از برنامه‌های آقای دشپسند. آقای دشپسند اومدن اوراق رو اومدن سهام به مردم چجوری دادن، نمیدن سهام رو به صورت در واقع اجازه بدن هر کسی هر مقدار سهام بخره، کاملا خرد کردن این سهام رو به صورت ETFی که اصلا معلوم نیست اون تعریف ETF دنیا اصلا رو اینها بشه این تعریف رو گذاشت. دقیق میفهمید اینها رو آی داره به اینا رو چرا نیومده اعتراض کنید؟ خب اومدن برنامه ریزی کردن پالایشی به مردم بندازن دارایی کم چون شخص بنده اعتراض کردم اسم دارا دوما تغییر دادن کردن پالایش. دقیق میفرمایید این رو به صورت بسیار ریز در بازار تقسیم کردن. چرا؟ برای اینکه خودشون مدیریت رو داشته باشند، الالعبد مدیریت در اختیار خودشون قرار بگیره. حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اینکه آقای دارابی میگن که آقا بیاد دارایی هاشو بفروشه. بله منم معتقدم دارایی ها رو باید فروخت، منتها به شرط ها و شروط ها اندازه ها باید نگه داشته بشه. اینا اومدن 30-40 هزار میلیارد تومان دارایی داشتن، سعی کردن 150 هزار میلیارد تومان تامین کسری بودجه انجام بدهند. مطلقاً اوراق عرضه نکردند تا وقتی شون به سرانجام رسید. روز 13 دوستان عزیز که از شنوندگان بینندگان عزیز برن بررسی کنن ببینن بنده حق رو دارم میگم یا نه. روز 13 خرداد سال 1399 ناگهان شروع شده به انتشار اوراق. دقت فرمودید. خب این نتیجه معمولا در سیاست گذاری پولی یک چیزی بین 1 ماه تا 6 ماه اثر شما سیاست بودجه و سیاست گذاری پولی تو میبینی. از روز 13 خرداد که شما شروع میکنی به شدت اوراق منتشر کردن، بازار داره رشد میکنه بالا میره. چرا بازار رشد کرد و بالا رفت؟ یک دلیلش این بوده که به اندازه کافی ابزارهای مالی از جمله اوراق ما در بازار نداشتیم. بازار رفت به شاخص به 2,100,000 رسید. حالا این انتشار اوراق ادامه داره، ادامه میدن تا کجا؟ تا نیمه شهریور. بازار که تموم شد سقوط کرد بازار بورس، انتشار اوراق متوقف میشه. خب چرا متوقفش کردی؟
شما به جای اینکه ناگهان اوراق به بازار عرضه کنی بعد متوقف کنی، شما میتونستی به صورت یک نواخت هر دو بازار رو به ثبات برسونی. هدف ما، ببینید بنده متخصص اقتصاد کلان هستم، متخصص بانکداری هم هستم، متخصص اقتصاد کلان هم هستم، هدف ما در اقتصاد کلان حداقل نصف لیترچر اقتصاد کلان مبنی بر این هست که ما میخوایم ثبات در اقتصاد به وجود بیاوریم، نه اینکه ناهمواری ها رو تشدید کنیم. خب حالا اوراق منتشر نکرده، دولت منتشر نمیکنه، منتشر نمیکنه، منتشر نمیکنه، یه ذره بازار داره جون میگیره. بهمن ماه و اسفند ماه انقدر دولت اوراق منتشر میکنه که رو دستش میمونه. آقای دارابی میگن که دولت اوراق رو به بانک ها زورشپون میکنه، درستم میگن. حتی در اسفند دیگه اوراق هم نتونست به بانک ها بده، از کجا استفاده کرد؟ از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کرد، از تنخواهگردانی که استفاده کرد که دقیقاً همون تعریف استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پای پولی رو داره. دولت قبل تا روز آخری که بر مسند بوده مطلقاً اوراق دیگه منتشر نکرده، فقط از پای پولی استفاده کرده. رشد پای پولی رو متاسفانه برای ما اسباب شرمندگی برای این کشور. چرا نباید متخصصین اقتصاد، چرا نباید فعالان بازار، فعالان بخش خصوصی فریاد بزنن که آقای دولت داری چه میکنی؟ ما در طی 30-40 سال گذشته کوریدور رشد نقدینگی و رشد پای پولی مون یه چیزی بین 20-30 درصد بوده، این افزایش پیدا کرده به 43 درصد رسیده. خب دولت جدید اومده سر کار، یه دفعه اعلام میکنه ما مطلقاً دیگه از پای پولی استفاده نکردیم برای تأمین کسری بودجه دولت. کجای دنیا اینجور چیزیه؟ بنده اگر متخصص این قضیه هستم خدمت شما عرض میکنم، در دولت هایی که 100% کسری بودجه از محل اوراق تأمین میشه، به طور متوسط یه چیزی حدود 20-25% همون اوراق رو در بازار ثانویه باز بانک مرکزی میخره، نه اینکه شما یه دفعه پای پولیتون میبری 43%، بعد فردا صفر. بعد افتخار میکنیم، میایم تو تلویزیون میگیم که در واقع دولت جدید رشد پای پولی رو به صفر رسوند. خب ما در عرض یک ماه وقتی اومدیم 50000 میلیارد تومان 60000 میلیارد تومان در عرض یک ماه و نیم مثلا اوراق منتشر کردیم، طبیعیه که به تمام بازارها رکود وارد میکنیم. باز متوقفش کردیم، حالا دوباره دو ماه دیگه مجبوریم چیکار کنیم؟ همون صحبتی که آقای داراوی اشاره کردن، دو ماه دیگه مجبوریم 50000 میلیارد تومان منتشر کنیم. ببینید اشکال از اوراق نیست، اشکال از اینه که، اشکال از اون خودرو نیست، از اون اتومبیل نیست، اشکال از راننده است. دقیقاً میگم درست اجرا نمی شود، عملیات بازار بازم متاسفانه درست اجرا نشده. خب اگر در این باشه که من اختلاف نظری از اون لحاظ نمیدونم، آقای دارابی هم من کاملا برداشتم این هستش که ایشون هم معتقد هستن که راننده این وسط راننده ای نیستش که بشه بهش اعتماد کرد، به جهت اینکه اراده ای در مخارج ندارد و در واقع این شهوت خرج کردن خودش رو کنترل نمیکنه. اولا که اون رو چرا اون زمانی که بودجه 1400 بسیار انبساطی بسته شد چرا کسی اعتراض نکرده؟ دقت می‌فرمایید. بعدم جناب دارابی ببینید، حالا شما یه دولت من 5 دقیقه دارم دولت... صحبت می‌کنم ببینم که آره، شما سوال اول این بود که این پولی که داره منتشر کرده تا الان کجا می‌خواد پس بده؟ نه ببینید، عرض کردم خدمتتون، ببینید اینا رو هیچ وقت پس نمی‌دن. دقت خب یعنی شما دارید با این هدف دارید منتشر می‌کنید که هیچ ببینید. وقت با اعتماد نکنید. نه عرض می‌کنم، ببینید الان اون کسری بودجه پای پولی سازی کسری بودجه که شما بهش اعتقاد دارید، کی تا حالا دولت از بانک مرکزی استقراض کرد و پس دارید از این اوراق دفاع می‌کنید، میگه دولت برو انتشار بده در مقابل چی؟ نه من سوال من اینه که این داره. در واقع حد داره. برای شما خوب نیست. در هر چقدر خواستی منتشر کنید ببینید، نه فقط همینه که منتشر نیست. اصلا میگیم از امروز آی داره شما قبلی‌ها رو چی می‌خواید تصدیق کنید؟ شما به ریزکاری‌های فردی که آکادمیکه باید یه مقداری توجه بفرمایید. یک فردی که استاد اقتصاده هیچ وقت نمیاد بگه هر چقدر خواستی اوراق منتشر کن، اصلا چنین چیزی از زبان بنده در نمیاد. اگر کسی هم واقعا تخصص داشته باشه در اقتصاد کلان مطلقا چنین صحبتی نمی کنه. اما صحبت ما اینه که حق نداره دولت از پایه پولی به طور مستقیم دخالت کنه، از پایه پولی برداشت کنه. ببینید الان صحبت اینه آیا دولت به طور مخفیانه به نظام بانکی فشار بیاره و وام دریافت کنه، به رئیس بانک مرکزی فشار بیاره و وام دریافت کنه. بنده خاطرم هست دو سال پیش ماه فکر میکنم شهریور یا مهر بود، الان دیگه میشه گفت ولی اون زمان نمیشد گفت، محرمانه بود. جناب آقای ریاست سازمان برنامه بودجه در اون زمان یک نامه نوشتن به ریاست محترم جمهور، ریاست محترم جمهور پاراف کردن، ریاست محترم جمهور وقت بلا فاصله منابع از بانک مرکزی پول خلق شد در اختیار دولت قرار گرفت که دستمزدها رو پرداخت کنه. من شک ندارم که وقت هزینه کرده دولت باید مورد بازبینی قرار بگیره، تحت کنترل قرار بگیره، در این مسائل هیچ مشکلی وجود نداره. صحبت اینه که آیا
ریشه مشکلات، مثلا الان ریشه مشکلات در بازار بورس، یا اگر مثلا در واقع اقتصاد به رکود بره، آیا مسئله اوراقه یا مسئله اینه که این ساختار هزینه کرد مشکل داره؟ اتفاقا تأمین مالی دولت صحبت ما اینه، یعنی در علم اقتصاد همه جای دنیا به این نتیجه رسیدیم تأمین مالی دولت یا از محل مالیات صورت بگیره یا اگر کسری داشت بعد از محل اوراق. چرا اوراق؟ برای اینکه بازار براش نظارت داره. سوال اساسی اینه که اوراق رو چجوری میخواد تصفیه کنید؟ ببینید این خیلی راحته. ببین خدمت شما عرض میکنم، ببینید عرض کردم شرکت ایران خودرو تا وقتی که نسبت دولت نه دیگه عرض میکنم ببین همونه تا وقتی، چون چرا؟ چون شرکت شما خودتون حسابداری بودید میدونید که شرکت بالاخره میتونه مرتب بدهیاشو پس بده دوباره بدهی جدید بگیره. دولت هم همینه. دقت فرمودید نسبت های بدهی ایران هم خیلی پایینه. خیلی پایین. عرض میکنم خدمتتون نسبت بدهی در ژاپن نسبت بدهی داخلیش چقدره؟ نسبت بدهی خارجی، نسبت بدهی خارجی ترکیه چقدره؟ ببینید ترکیه مثال خوبه. ترکیه میفرمایید ببینید نسبت بدهی خارجی ترکیه چقدره؟ بدهی خارجی که ترکیه در واقع، البته بدهی دولت هست و بدهی بخش خصوصی، بدهی خارجی که ترکیه داره یه چیزی تو بین 500 تا 600 میلیارد دلاره. دقت می‌فرمایید چقدر ذخایر ارزی داره؟ برداشت ما اینه که البته اعلام نمیشه، برداشت ما اینه که خیلی پایینه. دقیق میفهمم، یعنی در حد مثلا 20 تا 50 میلیارد دلار باید باشه. بنابراین این مثل یک دوچرخه سواریه که داره فعلا پدال میزنه و فعلا مشکلی پیش نیومده، ولی هر لحظه ممکنه مشکل پیش بیاد. کشور ما نسبت بدهی خارجی زیر 2%، نسبت بدهی داخلیش در حدود 28%. دقت فرمودید یکی از پایین ترین ها در دنیا در سایز کشور. من قبول ندارم، به قبول ندارم آخه آمار. آقا ببینید شما میرید یه آمار 60 میلیارد دیدید، یه چند تا حالا شما یه ذره استراحت کنید، یه چند دقیقه من حرفای آقای صدوندی رو درست کنم که به هر حال بعضی از چیزا این که سال 98 تا 99 در واقع اوراق منتشر نگه کاملا اشتباهه، به این خاطر که حتی در آرشیو دنیای اقتصاد هست که به طور ماهیانه دولت حراج اوراق میذاشت. نه ببینید شما بازار خاطر که شما نرخ بهره پایین بود، یعنی شما در ابتدای 99 نرخ بهره دیگه هولوش 15% شده بود، این اوراقا عموما فروش نمی رفت، چون حالا به هر حال به دلایلی که وجود داشت. این که شما همین امروز هم اگر شما اقتصاد رو رها بکنید، یعنی دستوری نباشه، کسی زنگ نزنه، کسی فشار نگیره، اوراقا فروش نمیره. و در سال 98 99 هم همینا بود. یعنی شما در این اقتصاد نمیتوانید اوراقی بیشتر از این تزریق کنید، به حالت اشباه کامل رسیده. پول همین اوراق ها رو هم از محل پای پولی داره تامین میکنه، چه برای باز پرداخت چه برای خریدهای جدید. یعنی کاملا ما شدیم مثل در واقع زن ملا نصرالدین، اگه درست بگم، رفت شیر بخره، بعد به مرگش گفت که من سر شیر فروش کلا گذاشتم. گفتن چطور؟ گفت دستبندمو گذاشتم طرف سنگ ترازو، به اندازه دستبند من بیشتر شیر گرفتم. گفت خب بعدش دستبندو برداشت. گفت نه که برمی داشتم که میفهمید. الان همینه، وقتی شما 35000 میلیارد شب عید 15 اسفند ماه میدی به بانک، میگی آقا اوراق بخر، بعدش 15 فروردین میای اوراقو پس میگیری، یعنی چی؟ یا همین دو یک ماه پیش، دو هفته پیش 60000 میلیارد تومان اوراقو از بانک ها پس میگیری، یعنی چی؟ از کجا میارید؟ ببینید اینجا مسئله اینجاست که ما در اقتصاد با عدد و رقم مواجهیم. از آسمون کسی چیزی نمیاره. مثلا علم متافیزیک نیست که من یه چیزی برداشت بکنم یا یکی دیگه برداشتی بکنه، عدد نوشته شده است. پس این کاملا مشخصه که ما داریم این اوراق ها رو از محل بودجه دولت داریم. ولی حالا دولت به یک دلیلی که ما هنوز درک نمی‌کنیم واقعا چرا داره این کار میکنه، یعنی اگه من دولت برم خیلی ساده آسون برم جلوی بانک مرکزی وایسم بگم آقا من 500000 میلیارد تومان کسی بودجه دارم، 500000 میلیارد تومان به من بده، در نهایت داری 40% افزایش چی میگی؟ 120000 میلیاردشو داری پای پولی تضمین می‌کنی همین الان با 40% رشد نقدینگی که داری، و اینها رو هم بهت میدم آی بانک مرکزی، این وثیقه ها رو هم بهت میدم، شما بیا برو اگه من پولمو ندادم پول بفروش. این اگر بکنه خیلی سالم تر از این وضعیتی که ما الان داریم در اقتصاد ما وجود میاره. حالا میگیم دولت خیلی چیه؟ دولت 383 تا تقریبا شرکت دولتی داره، از این رقم 330 تا زیانده. ما میگیم که آقایی که تو مدیر، من مثلا فرض کنیم یه هولدینگی هم 380 تا شرکت دارم، 330 تاش زیان میدن. حالا این 330 تایی که دارن زیان میدن اونقدر دارایی داره، از زمان رضاخان تا الان دارایی داره، مثلا شرکت راه آهن یا بزرگترین میدان گازی دنیا در اختیارشه مثل پارس جنوبی،
یا مثلا بزرگترین بانک، یعنی بانک ملیه. یعنی شما حساب کنید مثلا میگم در زمانی که مثلا بانک ملی این دارایی ها رو مثلا تملک کرده، شاید مثلا متری دو تومن هم مثلا زمین و املاکش باش نیفتاده باشه. بعد نگاه میکنید تو صورت مالیش 3 میلیارد دلار زیانه، تو اون یکی نگاه میکنید 1 میلیارد دلار زیانه، تو این خودرو که دکتر میگه 1 میلیارد دلار زیانه حداقل تو همین 2 ساله ساخته شده. خب چه باید کرد؟ یعنی رقم ها بسیار بزرگه. من میگم به این آدم که یا به این مجموعه هلدینگ، آیا میتونی بگی که آقا تو خیلی خوبی ها، بیاییم 100 میلیارد دیگر هم بگی خرج کن؟ خب همین کار رو میکنی در طریق نظام بانکی. خواهی دارم حمید، من میگم که آقا شما این رو نباید بهش تجویز بکنید، چون این عادت کرده به این که دارایی هاشو فعال نکنه. منگنش کن، بگو آقا نیست، برو فعال کن. نمیتونی؟ برو بفروش. در بازار بورس؟ در همه جا. چگونه؟ این همه املاک و مستغلات داره. الان وقتی حجم معاملات در بازار اومده 1000 میلیارد. خب از کجا اومد؟ نه خب حالا از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ نه. دلیلش این بود که سال گذشته دوستانی مثل شما اومدن نشستن روبروی دولت. دوستانی مثل بنده. گفتن حالا دوستانی که فکر می‌کردن با اوراق و نرخ بهره میشه اقتصادو کنترل کرد. گفتن که برو اوراق، برو نرخ بهره ببر بالا. بردند اوراق بله دیگه، از 15 فروردین برسوندنش به 22 چی مرداد ما. خب معلومه هر جا شما نرخ بهره رو بالا ببینید، همین الان ایالات متحده نرخ بهرهش 0، بازده شاخصش پارسال 33% بود. اگر بکنه 3% بازی این بد میشه. من میخوام شما بگم همین الان فردا فدرال رزرو 25% بکنه 1%، چقدر از بازار بورس آمریکا میریزه؟ آقای دارابی عزیز، نه نه شما اینو یه جواب دیگه، این سوال مالی، یه سوال مالیه. اگر نرخ بهره شما در آمریکا 4 برابر بشه، بازه شاخص شما در آمریکا چقدر میشه؟ ببینید شما تفاوت نرخ بهره واقعی از اسمی رو میدونید؟ ببینید الان نه نگاه کنید، من الان آمریکا رو میگم. آمریکا که یکی دیگه. آفرین آفرین. آمریکا، آمریکا نرخ تورمش چقدره؟ 4%. آفرین. آمریکا نرخ تورمش الان 4%. به طور سنتی چقدر بوده در 10 سال گذشته؟ زیر 2% بوده، درسته؟ خب. نرخ بهره چقدر بوده؟ زیر 1%. حدود 2%. همیشه زیر 1%. حالا حدود 2%. یعنی با هم دیگه کاملا استیدا همه 1% زیر 1%. 1.8. ببینید آخه بنده تخصصم هست. 10 ساله داریم، 30 ساله داریم. شما بعد اینجوری صحبت کنید. 30 سال هم که نگاه کنید باز همیشه زیر تورم. باری کلا. نرخ بهره رو که میخوان روش بحث کنن در اقتصاد. نه من میخوام اصلا من کاری الان با اسمیو چی ندارم. من میخوام بگم چرا کاری ندارم. ببین الان شما در سال 96 در همین کشور خودمون که در واقع نزدیک باشه به ذهن شنوندگان عزیز، در سال 96 نرخ تورم تولید کننده 0 بوده، نرخ سود سپرده بانک‌ها برای سپرده‌های کلان بالای 20% بوده. این رو ما میگیم نرخ بهره واقعی مثبت 20% که کشور رو به فاجعه میبره. در کشورهای پیشرفته بین منها و مثبت 2% معمولا نرخ بهره واقعی تغییر میکنه. این نرخ مثبت 20% الان اینطوری شده که مثلا به قول شما من مثلا اجازه فرمایید من میگم اگر شما نرخ بهره رو بالا میبرید آیا بورستون بالا میره یا نمیره؟ اون رقمی که شما فرمودید بستگی داره. خب نه از اگر من همین الان دارم میگم امروز شما الان تحلیلگرید نشستید آید داره به شما یه دست میگید الان نرخ بهره فدرال رزرو از 0.25 شد 2. از من سهامتون رو میفروشید یا میخرید؟ از من درس بگی الان خدمتتون عرض میکنم. این واسه علت و معلولی هم توضیح بدم که وجود داره. عرض میکنم ببینید بنده که تخصصم از تخصص شما نیست، حداقل از بنده بشنوید. میکنه. ببینید وقتی نرخ به نرخ اوراقتون به طور متوسط میشه 23%، نرخ تورم انتظاریتون 43%، الان نرخ بهره واقعی منهای 20%، الان سپرده گذار داره ضرر میکنه. شما میدونید الان توهم پولی چیه؟ دقیقاً توهم پولی از من داری میپرسی؟ آره. از من میپرسی؟ آره. بله دقیقاً همینه که شما دارید میگید، همین مباحثی که شما دارید بله. دقیقاً شما پس بطلب بندر شنیدید. توهم پولی اینه که ما نرخ 23 درصد رو میبینیم، توجه نمیکنیم که نرخ 23 درصد در یک جامعه با نرخ تورم 0 یا در یک جامعه با نرخ تورم 40%. میایم صحبت الان شما اینو میبینید اوراق، میایم صحبت میکنیم میگه اوراق نرخش 26%. ببینید این 26 درصد در زمانی که نرخ تورم 0 بوده خیلی بالاست، در زمانی که نرخ تورم سعودی است و مرتب در حال رشد اصلا مسئله حادی. من یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. اجازه بفرمایید یه مقدار یاد بگیرید. تو فرمول تنزیل دارایی چی؟ یه تو فرمول تنزیل درآمد آتی شما چی میذارید؟ احسنت. این نرخ حالا عرض میکنم خدمتتون، اونم دیگه اگر میخواد یاد بگیری خدمتتون توضیح خواهم داد. خب بگید. نه الان بگید عددی که الان من الان همین الان ببینید سوال من اینه. دوره تحلیل شما الان نه ببینید یه فرمول دیگه یه عدد شما در اونجا چی میذارید؟ کاملا در اشتباه هستی. ببین وقتی حالا اینا خدمتتون اون
قطعا خدمتتون عرض خواهم کرد. دقیقاً هم چون 100% در اشتباه هستید خدمتتون عرض می‌کنم. به عنوان استاد اقتصاد دارم خدمتتون عرض می‌کنم. آها ما هم این درس رو خوندیم. قطعا نخوندید. چون مدل اکسلی که می‌سازی برای والویشن باید تورم ازش خارج کنی. علارغمی که تورم ازش خارج کردی باید نرخ تنزیل در نظر بگیری. یعنی الان شما در یعنی فرمول نه شما یعنی الان در فرمول تنزیل داشتی دیگه خنده نه. نداره نه نه. دیگه متوجه شدی شما الان رقم آری که گذاشتی تو مخرج چقدره؟ دیگه متوجه شدی چی گفتم؟ خب نه ببین دیگه ببین شما وقتی مدل همین امروز همین الان شما آره فرمول تنزیلتون چیه؟ عرض کردم خدمتتون اینه که شما ها اشتباه میکنید. رقمو به من بگی. در سبد گردانی ها در تامین مالی اصلا تو هر جو شما الان به من میگی رقمو به من بگی. شما دقت نکردید چون مرتب یعنی بیشتر از این که توجه کنید و گوش بدید بیشتر دارید مطالبی رو که در ذهنتون هست مطرح میکنید. میذارم من بگم من الان مثلا میگم که من در یک اقتصادی هستم فرمول تنزیل آتی جلوم رومه در مخرج یک آری هست که من این آر رو باید بذارم. احسن. چند میذاری؟ الان من از شما میپرسم شما که دارید میذارید من که دارم میذارم بعد چی نرخ اوراقا شما چی میذارید؟ اشتباس دیگه برادر خب شما چی میذارید؟ خب شما فهمید چی افت رو شما نرخ بهره بدون ریسک تو رفتی گذاشتی نرخ اوراق. قطعاً چنین چیزی نیست. حالا اون چیزی که در دسترس منه اون مدل اکسلی که شما میسازید باید تورم رو از پیش بینی جریان نقدی آتی حذف کنید. خب اون وقت یک نرخ تنزیلی به دست بیارید مثلا در میاد 7-8%. یعنی چی؟ از این 7-8% به دست میارید من میشه بگم از فرم کپه میتونه به دست بیاری. دقت میکنی؟ اما صحبت بنده اینه ببینید شما اشتباه بزرگی که دارید انجام میدید این هست که شما میاد نرخ اوراق رو نه یه لحظه صبر کنید. میدونم ببینید اصلا اصولا شما الان دارید باشه. من میگم میخوام برم مشهد شما دارید میرید طرف اهواز. نه من دارم درست میرم شما اصلا نمیدونید کجا میخواهید برید. الان من خدمتتون باید توضیح بدم تمام شما اگه تورمو از درآمد آتی بردارید تمام مدل هایی که در سبد گردانیتون تمام مدل هایی که داشتید همش اشتباهه. نه فقط شما بقیه دوستانی هم که در بازار سرمایه هستن اشتباه دارن میکنن. از بنده بشنوید که تخصص این قضیه رو دارم. دکتر میگن یکی رفت دکتر گفت انگشت هر جا میذارم درد میکنه. نگاه کردن خاره این چیزی که شما دارید تو اون فرمول میذارید اشتباهه. نه شما اشتباه میکنید. اطلاع ندارید برید بپرسید از اساتید بپرسید ببینید. اگر که شما بنا داشتید که جریان نقدی آتی رو تورم ازش حذف نکنید مشکلی نداره. ولی باید نرخ بهره واقعی رو اونجا در نظر بگیرید. خب یعنی نرخ تنزیل شما چنده؟ قطعاً باید از نرخ تورم بالاتر باشه. خب نه الان شما میگید چنده؟ عرض میکنم خدمتتون نرخ تنزیلتون قطعاً باید از نرخ تورم خب بالاتر باشه. چند؟ ببینید الان با شرایط همین الان چند؟ و با افزایش و کاهش نرخ بهره چرا چرا هست؟ نه چرا هست؟ ببینید میدونید مشکل چیه؟ بذار من توضیح بدم بهتون. اگر شما نرخ بهره رو 15 بذارید اشتباه کردید. درست شد؟ ارزش سهام شما میشه 100. ولی اگر نرخ رو بذارید 26 ارزش سهام شما میشه 70. خب به خاطر همین اگر شما در اقتصادتون 2% نرخ بهره رو ببرید بالا به حساب سرانگشتی ها این حساب چی نیست دیگه رگرسیونی سرانگشتی به عنوان اینکه حالا شما میرید مثلا یه حدسی میزنید 10% از شاخصتون پایین میاد. همین اتفاق سال 99 افتاد. نرخ بهره از 20% تا 15% اومد پایین. مثل همه دنیا تورم در واقع کرونا بود کارا تعطیل شده بود هر دلیل دیگه همه دنیا نرخ بهره رو آورده بودن پایین. اینجا هم یه تفکر درستی تا یک نسبتی بود که نرخ بهره رو آورد پایین. وقتی شما به اندازه 5% نرخ بهره رو میارید پایین شما به یه اسپارک یک جهش تو بازارتون ایجاد میکنید. چرا؟ چون به هر حال فرمولی که دارید یک دفعه ارزش سهام شما میره بالا در همون لحظه شما زرد میشه. خب اجازه میدید من توضیح بدم؟ کما اینکه همین الان اگر من نشستم پشت مثلا سیستم مورگان استنلی یا هر جای دیگه یا آلیانز یا بلک راک یا سیتی بانک دیگه ونگارد اگر بانک. یه لحظه بیاد چی رئیس فدرال رزرو بیاد میگه که من الان به این جنبندی رسیدم که نرخ بهره آمریکا باید از صفر بشود نیم بلافاصله من دکمه بعدی که میزنم سل تمام پورتفولیومه. انتقادی که ما الان به وضعیت اوراق‌ها داریم اینه که وقتی دولت میاد اینها رو میفروشه به صورت در واقع چون در اقتصاد کلا منابع خاصی نیست که بتونی در واقع این اوراق‌ها رو بفروشی یا میاد دوباره به خودش میفروشه یعنی برمیگرده به بانک‌ها و از طریق بانک مرکزی دوباره برمیگرده به پایه پولی یا اینکه مجبور میشه نرخ بهره رو ببره بالا که البته ما میدونیم در اقتصاد ایران شما هر چقدر نرخ بهره رو دستکاری بکنید
تفاوتی تو این نرخ قرض گرفتنش ایجاد نمی‌کنه، یعنی خیلی در واقع چون منابعی وجود نداره، شما در نرخ 15% همونقدر میتونید بفروشید که در نرخ 25 الان میتونید بفروشید، یعنی تفاوت ماهوی وجود نداره چون اشباع کرده اقتصاد رو به نظر این. اما اتفاقی که میفته وقتی نرخ بهره بالا میره، من به عنوان مدیر دارایی وقتی نگاه میکنم که آقا فلان کارخونه داره خودشو میکشه، داره تمام کارا رو میکنه، با همه جور سر کله میزنه، در نهایت چقدر تهش میمونه؟ 18-15%. ولی یه جا هست بدون مالیات، بدون هیچ دردسری داره به من 26 میده، 23 میده، 22 میده. من میرم اونو میخرم. این طبیعیه. به خاطر همین تمامی بازارهای شما دچار کمبود منابع میشن. پس دیگه سرمایه گذاری در اقتصادتون رخ نمیده. و ما در حال حاضر بحث اساسیمون اینه که آیا دولت اگر تو میخوای در این اقتصاد با این هزینه ها کار کنی، لطفاً هزینه خودت رو در بیار، حداقل به اندازه هزینه جاریت بنابایی که داری. ببینید ما کم در این اقتصاد سرمایه گذاری نکردیم، یعنی اگر شما برگردید از روزی که نفت فقط در این کشور کشف شده تا الان به قیمت روز بیارید، شاید نزدیک 4-5 هزار میلیارد حداقل دلار تو اقتصاد ریختید دیگه. محبوبان شما چی به دست اومده؟ حالا شما تو این اقتصاد که بهره وریش اینقدر پایینه بخواید هر باز هم ادامه بدید، در نهایت اون بخش خصوصی خوش میکنید، منابعی دیگه نیست، پس نه اشتغال خواهید داشت، نه رشد اقتصادی، نه بهبود وضعیت معیشتی مردم. ما باید به دولت بگیم آیه دولت بیا بار خودتو سبک کن، این هزینه جاری تو ناشی از این هست که تو در واقع بهره ور کار نمیکنی، برو بچسب به کالاهای اساسی خودت، عدالت، آموزش، بهداشت، امنیت. این چهار تا کالا در همه جای دنیا باید دولت ارائهش کنه. من نمیتونم برم بگم آقا بخش بهداشتم و خصوصی میتونم بکنم. حالا درست بعضی کشورها کردم، ولی در نهایت باز برمیگرده به بیمه های دولتی. شما باید در اختیار دولت اینها رو شما بیا تامین کن. تو لازم نداره بری میدان نفتی و گازی داشته باشی که الان زمستون کمبود گاز داری، تابستون کمبود برق داری. بعد که چی؟ حالا میگی من میخوام برم نیروگاه بسازم، میگم آقا تو 50,000 مگاوات ساختی، محصلش چی شده؟ اگر تو میتوانستی اراده درستی داشت، یا میخوای بری مثلا صنعت خودرو انجام بدی؟ چرا تو الان مثلا در فلان بانک 4% داری باید مدیر بذاری؟ مگه این بخش خصوصی که تحت نظارت در این کشور نمیتونه اداره کنه؟ حالا تو میای تمام این هزینه ها رو میکشه به طرف خودت، تمام منابرم میخواد به طرف خود بیاد، در نهایت اقتصاد خوش میشه. به معنی اینکه نرخ بهره رفت والا، تمامی دارایی شما دچار رکود میشه. یه اتفاقی میفته، شما 20% میذاری رو این بدهید، هی این بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. مثلا الان که مثلا شده 540,000 تا بدهی مثلا اوراق، اگر نگاه کنید انواع اقسام بدهی های بانکی و تسهیلاتی و صندوق توسعه ملی و اینا هم هم داری، تمام اینهایی هم که بابتش قرض گرفتی از 383 تا شرکت 330 تاش هم زیانده هن، یعنی بر نمیگرده بهت. خب این یعنی چی؟ یعنی تورم، یعنی در نهایت تمامی این ریخت و پاش ها رو بهاشو کی باید بده؟ مردم. یه نکته در صحبت های آقای سعدوندی تو من مطرح بکنم تا فراموش نشده، بحث بودجه همین امسال رو مطرح کردن و عنوان شد که به هر صورت زمانی که بودجه در حال منعقد شدن بود، صدای مخالفتی از جانب فعالای بازار سرمایه بلند نشد که چرا بودجه‌ای که در سالی که قرار است سال سختی باشد تا این حد در واقع حال انبساطی در واقع میشه گفت فسته شده. انبساطی بودن این بودجه در نهایت به خود دولت برمیگشت، چون ببینید بازار سرمایه، حتی رئیس بازار سرمایه در حد معاون وزیره، یعنی اصلا نمیتونه بره تو مجلس بگه آقا مجلس مثلا اینو تصویب نکن، یا در هیئت دولت نیست که بگه آقا مثلا این بودجه رو اینطوری بگه، یا مثلا سازمان برنامه بودجه که ازش نظر نمیخواد. به خاطر همین تنها سازمانی که در 3 سال گذشته دائم شاهد استعفای رؤساش بوده همین سازمان بورسه، چون شما در واقع یه 50 میلیون نفر سهامدار داری که اینها سازمان بورس رو میبینن، در برابر سازمان بورس در نظام تصمیم گیری اقتصاد ایران هیچ جایگاه درست و درمونی نداره که بتونه حرفش رو ببره. اینم که ما خیلی اصرار میکنیم که در اصلاح لایه در واقع بازار سرمایه رئیس سازمان بیاد در حد یک عضو کابینه، برای همینه که مثل رئیس کل بانک مرکزی که میاد میشینه در هیئت دولت، حالا حرفش رو میزنه، نظراتش رو میده، جلو میبره، این رئیس سازمان بورس هم باید همتراز با رئیس کل بانک مرکزی اونجا بشینه. اگر این اتفاق اومد میتونه بگه چرا نگفته، ولی الان کی حرف شما رو گوش میکنه؟
الان شما مثلا بیا بگو آقا مثلا فلان سیاست نگی، اصلا من سهامدار که هیچی، اون هولدینگ هم هیچی، سازمان هم بیاد بگی کسی زیادی گوش نمیکنه چون دستوره آقا نوشتم که آقا مثلا برو 120 هزار تا بفروش. پس من میفهمید که بازار سهام مخالف بود در زمان بستشان، ولی خب صدایی برای شنیدنش. ما همیشه از دولت خواستیم که بخش بازار سرمایه نماد بخش خصوصی بیا دارایی ها تو بفروش. پارسال هم که اومدن مثلا دارایی یکم یا پالش یکم فروختن، یک راه حلی بود فردید. در برابر وزارت نفتی که حاضر نبود این دارایی رو بفروشه. یعنی آقا از قدیم و ایام گفتم آقا ببینید یه اتفاقی افتاد از روز تحریم ها، اگه بخش خصوصی در پالایشگاه ها بود یا اصلا بخش نفت ما خصوصی بود آیا تحریم میشد؟ چرا امروز صنعت فولاد داره کار میکنه، صادراتش رو میکنه، صنعت پتروشیمی داره کار میکنه، صنعتش صادراتش هم میکنه، حالا بر بد دخت دیگه، صنایع کشاورزی ما داره که بخش خصوصی هست دارن کارشون میکنن، صنایع مسائل ساختمانی ما داره کارشون میکنه، فقط همین حوزه نفته. و نگاش که میکنی بزرگترین مشکلات ما همون جایی هست که بزرگترین سهم دولته، یعنی در صنعت نفت شما سهم دولت 100%. حالا این اتفاق میفته، میاد دولت اینا رو که واگذار نمیکنه، میخوایم بگیم واگذار کن، قرارش اومد حرف زد دیگه سر پالایش نفت، حالا وزیر و نفت و موقع آقا اگر وقت رو نمیخواید مراعات کنید، بس این بود من که نه بس این بود که گفت آقای زنگنه اومد گفت که من صورت حساب بانک‌ها رو چی پالایشگاه ها رو ماهانه میدیم، انجام داد. امروز که برج شیشه هنوز ما صورت سه ماهه سال گذشته، سه ماهه اول سال نداری، هنوز نیومد. درسته. من یه صحبت خیلی مهمی آقای دارابی داشتم، بحث این بود که این پایه پولی دوباره داره همون افزایش، یعنی میگفتن که بری از بانک مرکزی بگیری یا از بانک ها بگیری اوراق بهشون بدی، در نهایت اون باز میره توی پایه پولی میشینه. آیا این اتفاق داره میفته؟ یعنی گزارشات بانک مرکزی بیانگر این افزایش. من میخوام از یک جای شروع کنم، حداقل یک مفهومی رو برای بینندگان عزیز این برنامه جا بندازم، اونم مفهوم توهم پولیه. توهم پولی به این معناست که شما در شرایط تورمی برخی اوقات تصور اینو دارید که پولدار شدید، ولی در نهایت ممکنه نه فقط پولدار نشده باشید که از نظر مالی تضعیف شده باشید. دقت می‌فرمایید. برعکسش شما ممکنه که احساس کنید خسارت عظیمی به شما رسیده در شرایط تورمی، نه فقط زیان ندیده باشید که سود بالایی برده باشید. مثال میزنم خدمت شما، ببینید تسهیلات بانکی امروز با یک نرخ حدود 18%، حالا تسهیلات با نرخ کمتر هم داریم، با نرخ یک مقدار بیشتر هم داریم، به طور متوسط و بخش غالب این تسهیلات در نرخ 18% در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیره، به طور مشخص شرکت‌های صنعتی. خب اینها نگران هستند، اعتراض دارن که چرا نرخ 18%، چرا صفر نباشه؟ حتی اگر ما نرخم صفر کنیم احتمالاً میگن چرا منفی نباشه؟ شما یه وام به ما بدید یه چیزی هم روش بدید. دقت می‌فرمایید؟ واقعیت این هست که نرخ 18% در شرایطی که نرخ تورم شما 40% هست، در بخشی از بخش‌های اقتصادی، در بخشی از صنایع نرخ تورم شما بالای 100% هست، سود کلان و رانت کلانی رو تقدیم این افراد کرده. در شرایط تورمی اگر واقعا حاشیه سود یک شرکتی 10-15% است اونجوری که جناب دارابی اشاره کردن، این شرکت قطعا باید ورشکستگی اعلام کنه و باید فعالیت خودش رو متوقف کنه. اگر ما اعتقاد به بازار آزاد داریم، پس باید مکانیزم‌های بازار آزاد رو هم بپذیریم. پس در شرایط فعلی نرخ بهره امروز ما رانت عظیمی رو در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار میدهد، حالا چه بخش خصوصی باشه چه حتی دولت باشه، که از محل انتشار اوراق الان چون نرخ زیر نرخ در واقع تورم انتظاری هست، در واقع دولت داره رانتی رو دریافت میکنه. اینکه این رانت رو از چه کسی دریافت میکنه و آیا به نفع اون افرادی هست که این رانت رو در اختیار مثلا دولت قرار میدن، بله. میدونی چرا؟ چون نظام بانکی در واقع نت اینکام نظام بانکی، یعنی خالص در واقع خالص سوداوری تسهیلات دهی در نظام بانکی رو اگر شما در نظر بگیرید منفیه، یعنی نظام بانکی از تسهیلات دادن زیان میبینه. ولی وقتی نظام بانکی اوراق میخره به صورت بدون ریسک، دقت میفرمایید، یه چیزی حدود مثلا نرخ 22-23% دریافت میکنه. حالا این چگونه بوده اون زمانی که آقای دارابی اصلا اعتراضی نداشتن، اون زمانی که اوراق نبوده؟ در 40 سال گذشته هر زمانی دولت از نظام بانکی استقراض کرده بدون استثنا نکول کرده،
دقیق می‌فرمایید، بدون استثنا نکول کرده و از روزی که اوراق اومده حساب کتاب اومده سر کار باز هم نکول کرده. من میون صحبت شما نپریدم آقای دارابی، باز هم نکول کرده. اجازه بفرمایید احتراممون حفظ بشه، دقیق می‌فرمایید، چون من حرمت شما رو نگه داشتم دیگه. صحبت‌های نهایی هست. تورم پولی رو شما چندین بار در صحبتاتون متاسفانه به درستی تحلیل نکردید و ما امیدواریم که این بار همه یاد بگیرن، تمام آحاد جامعه یاد بگیرن. ببینید مسئله دیگری که اتفاق افتاد و بحث شد این بود که نرخ تنزیلی که باید در فایل های اکسل فایل های ارزش سنجی و والویشن باید در نظر بگیریم چقدر. صحبت اینجاست که در واقع شما جریان نقدت رو باید خارج از تورم، یعنی تورم رو خارج کنی از پیش بینی جریان نقدت و برای اون یک نرخ تنزیلی در نظر بگیری که تورم درش نقش نداره. اما اگر مثلا به روش ایرانی، چون میدونید ما هر چی پیشرفت‌های دنیا رو در اختیار میگیریم متاسفانه در بسیاری از مواقع به ابتذال میکشونیم، یکی از موارد ابتذال پیشرفت‌های بشری مبحث والویشن هست. ما اومدیم فایل اکسل با کامپیوتر از خارج آوردیم، فایل اکسل آوردیم، کتاب والویشن آقای دمودران و بقیه رو آوردیم اینجا تدریس میکنیم، بعد آخرش هم حالا یه چیزی در میاد که اصلا به هیچ دردی نمیخوره. دقت میفرمایید، شما اگر بنا هست که جریان نقد آتی رو درش نرخ تورم رو ببینید، نرخ تنزیلی که باید در نظر بگیرید باید از نرخ تورم انتظاری بالاتر باشه. یعنی یه چیزی حدود مثلا اگر تورم انتظاری شما مثلا 45% مثلا نرخ تنزیل شما باید 50% باشه، در این حد. دقت میفرمایید، این نکته اساسی است که متاسفانه فعالان بازار در نظر نگرفتن و هر زمان خواستن بنده حاضرم خدمتشون ارائه بدم این مطالب رو. خب مسئله چی میشه؟ چه نرخی رو در نظر گرفتن؟ خیلی از فعالان بازار اومدن نرخ بازار بین بانکی یا نرخ اوراق رو در نظر گرفتن. حالا وقتی که نرخ اوراق از 22% میره 24%، دقیقا میفهمید اینا اگر نرخ 50% در نظر گرفته بودن، 22% بشه 24%، هیچ تأثیری تو نرخ 50% نخواهد داشت. ولی وقتی نرخ 22% گرفتن و overvalued یعنی ارزش سنجی بازار رو در بسیاری از سهام‌ها به مراتب بالاتر از اون چیزی که باید باشه در نظر گرفتن، به طوری که شما میبینید در یک اقتصاد پیشرفته‌ای که ریسک کمی داره مثل اقتصاد آمریکا الان به شدت رشد کرده، خیلی از افراد میگن بابل به وجود اومده، پی بی ای شرکت‌ها مثلا چیز حدود 20-22 دقیقاً. بعد تو کشور ما شما میبینید پی بی ای شرکت داریم 50-60-100، بعدم فعالان بازار توجیه میکنن میگن ما مدل ساختیم جواب داد. مدل ساختی چون نرخ تنزیل واقعی منفی بوده، یعنی حتی اگر جریان نقدی آتی رو شما نمی اومدی ارزش روز رو حساب کنی، رو شما نمی اومدی ارزش فعلی رو بر اساس مدل های تنزیل حساب کنی، حتی اگر فقط جریان آتی رو با نرخ تنزیل صفر با هم جمع میکردی، قیمت سهامی که به دست می آوردی هیچ وقت به پی بی ای بالای 15 و 20 نمی رسید. این اشکال اساسی است که در میان فعالان بازار متاسفانه الان میبینیم که حضور و بروز پیدا کرده و این باعث شده که کل تحلیل ها متاسفانه مخشوش باشه. دقت میفرمایید، مسئله دیگه نکته که شما در مورد پای پولی فرمودید، واقعیت این، اولا من خدمتون باز مجددا تاکید کنم که از روزی که اوراق اومده خدا را شکر تا امروز یک روز یکی از این اوراق نکول نشده، در حالی که نکول اصلا دولت احساس میکرد وظیفش نکوله. یکی از مسئولین دولتی به شخص بنده گفت، ایشون به من گفت که ما 40 ساله هر وامی که گرفتیم پس ندادیم، تو میخوای دولت رو مجبور کنی واماشو پس بده. این که من میگم دولت رو اکاونتبل کنیم، این که من میگم دولت مسئول باشه در مقابل رفتاراش اینه و جناب دارابی مخالفه. دقیق میفهمید، این که من میگم شفافیت این هاست. از روزی که اوراق اومده یک اوراق یک روز نکول بشه، شما میدونید کل این بازار بدهی دچار اختشاش میشه، کل وضعیت بازار کشور دچار اختشاش میشه. بله در دنیا از ابزار اوراق استفاده میکنند که این شمشیر بالای گردن دولت باشه، دولت بدونه اگر نکول کرد باید پاسخ بده. اما تا وقتی که نسبت‌های بدهی بسیار بسیار بالا نرفته، یعنی از نسبت بدهی 28% امروز، ببینید آقای دارابی آخه تناقض هم در صحبتاشون هست. یک زمانی میفرمایند که آقا بدهی رو داریم با بدهی جبران میکنیم که صحبت درستیه، یه وقتی میگن بدهی رو داریم با پای پولی جبران میکنیم، صحبت نادرستیه. دقت فرمودید، ما بدهیمون یک رشد خیلی معقول و بطیئی داشته که میتونست رشد هم از این بیشتر باشه، دقت میفرمایید، ولی نه به این صورت که شما بیاید در ماه
عرض کردم در ماه مرداد و شهریور شما یه دفعه بیا اوراق به شدت منتشر کنی بعد متوقف کنی. من نمیدونم، شاید توطئه‌ای بوده از طرف کسانی که نمیخواستن اوراق در این جامعه به نتیجه برسه و ما بتونیم تورم رو کنترل کنیم، که شما میبینید که در طی 2 سال گذشته یا اوراق منتشر نشده یا به نحوی منتشر شده که قطعا به اقتصاد صدمه میزنه. بازم تاکید میکنم مشکل از خودرو نیست، مشکل از راننده خودروه. دقیق میفرمایید اوراق در دنیا ابزاری بوده که توانسته تورم رو کنترل کنه. بسیاری از افراد در جامعه ما از تورم منتفع میشوند. این مسئله اساسیه. یعنی میدونن که اگر تورم در جامعه باشه هیچ فعالیتی هم نکنن، هیچ تحلیل اقتصادی درستی هم انجام ندهند، همین که سکه بندازن، تاس بندازن، سهامی رو خریداری کنن، در شرایط تورمی شدید میتونن ممکنه منتفع بشوند. البته عرض کردم این افراد متاسفانه دچار توهم پولی هستند. سهامشون 10% رشد میکنه، تورم 50% رشد میکنه، در نهایت ضرر خواهند کرد. دقت میفرمایید. بنابراین اگر بخوام جمع بندی کنم، ابزار اوراق در تمام دنیا موفق بوده، در کشور ما هم تا امروز بسیار موفق بوده، نسبت به شرایطی که درش قرار داریم، نسبت به دولتی که هر وقت بخواد دست میکنه در جیب مردم. من هیچ شک ندارم که دولت باید در واقع دارایی هاشو بفروشه، ولی الان امروز دولت بیاد در بازار سهام بخواد سهام بفروشه، بنده خودم مخالفت خواهم کرد. بازار سهامی که دیگه عمق نداره چگونه آی دارایی میخواد؟ میگه دارایی دولت، اونم چقدر؟ کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی رو بیایم دارایی های دولت رو بریزیم در بازار سهام، یا بیایم یک بازار مثلا سهام، بازار بورس مسکنی به وجود بیاریم. الان بازار مسکن انقدر گران شده که وارد رکود شده. حالا ما بیایم بگیم مثلا نمیدونم 1,000,000 متر مثلا دارایی های دولت رو به فروش برسونیم، اینجوری ما جواب نمیگیریم. ببینید ما میتونیم شعار بدیم، بنده میتونم شعار بدم، ولی هدف ما این است که یک اصلاحی در اقتصاد ایران صورت بگیره تا وقتی که ما به علم و تجربه بشری احترام نگذاریم. دقیق میفرمایید به جایی نخواهیم رسید در فرایند توسعه. سپاسگزارم. من یه سوال باز مجدد از شما پرسیدم، بعد حالا برمیگردم سمت آقای دارابی. مشخصا در مورد نرخ بهره حقیقی و اسمی بارها بین صحبت شما و ایشون هم مطرح بود. شما به جد موافق به هر صورت انتشار اوراق هستید و کاملا هم مشخصه، اما من مطمئنم که خودتون هم موافق این قضیه هستید. این گپی که بین نرخ بهره اسمی و همون تورم وجود داره، آیا خودش باعث یکی از موانع اصلی فروش اوراق نیست؟ یعنی فکر نمی‌کنید که آیا اون نرخ باید افزایش حتی پیدا بکنه؟ بله، ببینید اگر اوراق منتشر بشه، اولا یک مورد دیگری که راهزن بود در این قضیه این هست که آیا باید نرخ افزایش پیدا بکنه؟ قطعا. ببینید من خیلی راحت در مقابل آقای دارابی عرض میکنم افزایش نرخ بهره هیچ مشکلی نداره، باید افزایش پیدا بکنه، اما نه اینکه در 1-2% نرخ افزایش پیدا کنه. دقت فرمودید این 2% مشکل ایجاد کرد. دقت میفرمایید آقای دارابی درست گفتم. ببینید در دنیا ما وقتی در مورد نرخ بهره صحبت میکنیم از بیسیس پوینت صحبت میکنیم، نقطه پایه. آقای دارابی میدونه نقطه پایه چیه؟ 0.01%. یعنی مثلا میاد نرخ اوراق رو 0.1% رشد میده، 25% رشد میده. دقت میفهمم این که در 1 ماه شما بیای نرخ بهره رو 2% بالا ببری به اون مدل والویشن ربطی نداره. دقت میفرمایید این که شما 2% داری بالا میبری، این روند آتیش رو افراد فعالان بازار در نظر میگیرن. بنابراین در مورد تغییر نرخ بهره باید خیلی حساس باشیم. معمولا در دنیا یک شورای مستقلی شکل میگیره، این شورای مستقل نرخ بهره رو تعیین میکنه. این شورای مستقل، ببین رئیس بانک مرکزی سعی میکنه از این شورا استفاده کنه، اعتماد رو به نظام پولی برگردونه. دقت میفرمایید. نکته دیگری که در صحبت جناب دارابی بود و من کاملا باش مخالف هستم اینه که رئیس سازمان بورس بره در هیئت دولت بنشیند مثل رئیس بانک مرکزی. در کدام کشور پیشرفته رئیس بانک مرکزی در هیئت دولت نشسته؟ شأن رئیس بانک مرکزی در حد شأن رئیس جمهور. دقت میفرمایید سیاست گذاری پولی از سیاست گذاری بودجه باید مستقل باشه. همینطور با سازمان بورس. در کجای دنیا ما اصلا چه احتیاج داریم به شورای عالی بورس؟ اگر قرار باشه اعضای شورای عالی بورس توسط دولت تعیین بشه، توسط وزیر اقتصاد تعیین بشه، چه احتیاجی است وزیر اقتصاد یه نفر یک رئیسی تعیین کنه اون فرمانها رو اجرا کنه؟ در دنیا شما اگر میبینید که مثلا SEC یک هیئتی داره، برید مراجعه بفرمایید که در کشور دیگه ناظر بورس، ناظر بر بازار سرمایه و ناظر بر بازار پول چقدر استقلال دارن، چه افراد فرهیخته دانشگاهی هستند، افراد فرهیخته فعال در بازار هستند، با چه فرایند سختی اینها بالا میان. افتخارشون این هست که مثلا در هیئت SEC حضور دارن، در هیئت ناظر بر بازار سرمایه حضور دارن. به نظر من اینها باید کاملا تخصصی بشه و کاملا از دولت جدا بشه و اتفاقا باید قدرت اینها در مقابل قدرت دولت قرار بگیره. یعنی ما اینها رو انقدر تقویت کنیم که اینها به دولت بگه که شما به چه دلیل میان قیمت گذاری میکنی؟ به چه دلیل؟ مگر این شرکت دیگه مال شماست؟ وقتی اومدی سهامش رو به مردم فروختی،
الان سرمایه مردم رو درگیر کردی، شما میتونی بیا قیمت گذاری بکنی؟ مطلقاً چنین چیزی نیست، نه از نظر شرعی درسته، نه از نظر علمی درسته، نه در دنیا ما تجربه موفقی داشتیم که به این صورت ما سرمایه های مردم رو در اختیار بگیریم، مدیریت رو به مردم اعطا نکنیم و بعد هم بیام قیمت گذاری کنیم و از شرکت مالیات هم بگیریم. خب این نمیشه، یا بریم کمونیستیش کنیم به طور کامل، یا اگر به اقتصاد بازار عقیده داریم باید لوازم اقتصاد بازار هم بپذیریم. در مورد بازدهی صنعت که شما فرمودین که آقای دکتر حالا نکته دیگری رو در واقع گفتن که اگه کمتر از نرخ بازدهی باشه که اصلا بنگاه باید جمع کنه و اصلا فاتحش کنه در سوال مدل... سوال اساسی الان من اینه که چه کاری وجود داره که بالای این رقم بده؟ مشاالا من همین الان 100 میلیارد میذارم خدمت آقای دکتر با نرخ تحصیلات 23% اصلا حالا که میگم اصلا تورم من کار نداریم 45% الان 100 میلیارد میذارم جلوی شما، شما سال آینده میتونید 145 میلیارد تومان بدید؟ حتما میتونیم. متوسط حاشیه سود شرکت ها الان چقدره؟ از کجا؟ شما کدوم فعال بازار هستید؟ خب نه، کدوم شرکت؟ شرکت پتروشیمی ما متوسط حاشیه سودشون چقدره؟ چقدره؟ 12% ما رو آخرین گذاشت 19. آقا خب بفرمایید. خب شما الان میخواهید پتروشیمی نه یه سوال. حالا اینو بعد بگم. ببینید یه جمله آقای صدوندی گفتن که جمله درستی بود. ما مفاهیم از دنیا میگیریم و اینجا به ابتذال میکشونیم. اوراق هم همین. کاملا یک مفهومی را از دنیا گرفتیم. در اقتصادی که دولت 3%، 4%، 5% و اکثر 15% و یه بخش خصوصی عظیم داره، دولت 5% در دنیا آیدارابی؟ در کشورهای مختلف جمهوری چاد 5% جمهوری چاد تنها کشوری در دنیا که اندازه حالا همون جمهوری چاد رو بگیریم ولی در پایین ترین کشور صنعتی پوند کشور صنعتی بین 25% تا 50%. من میگم که شما این مسئله چیز زمان ساسانیان هم حتی ما اینو داشتیم که شاه می‌خواست بره جنگ پول نداشت رفت از یه تاجری در واقع قرض بگیره. حالا قصه هایی که دارم بهشون میگم همیشه هم اینطور بوده، یعنی شما میتونستید از امین الضرب از امین التجار وام بگیرید و این کارو بکنید. چرا؟ چون شما یک دولت کوچک دارید، یک بخش خصوصی قدرتمند، خانواده های قوی بزرگ، بانکدارهای بزرگی که اینها بانکدارهای خصوصی هستن، بانک ها خصوصی هستن، پس شما میتونید برید از بانک بزرگی مثل روچلید یا همه اینا وام بگیرید و برید هزینه بکنید، کما اینکه ما در دوران مثلا قرن 18 و 19 به کرات قبل از اینکه پول در واقع اعتباری مطرح بشه داشتیم که دولت می اومد از خانواده ها قرض می گرفت و اوراق بدهی منتشر می‌کرد. مفهوم رو میاریم و اینجا به ابتذال میکشیم به دولت میگیم آقا تو بیا با 70-80% سهم از اقتصاد از 20% قرض بگیر که نمیشه. یه مسئله. دوم اینکه ما وقتی تورم داریم مثل یه برکه‌ای هستیم که ما اینها نرخ بهره و تورم به هم ربط دارن. یعنی اگر شما نرخ بهره رو بالا ببرید در نهایت تورم شما بالا میره. قطعاً عکس این هست. زمان آقای طیب‌نیا همین فکر رو میکردن، میگفتن اگر نرخ بهره رو ببریم رو 26%، آقای طیب‌نیا، آقای نیلی، آقای سیف همه معتقد بودن ما میریم بالا، تورم هم اومد پایین شد 9.6%، 10%. اما بعدش چی شد؟ یک دفعه یک هیولایی به اسم نقدینگی تو صورت‌های بانکی ها مواجه شدیم، چون شما داشتید به کل این نقدینگی که مهارش کرده بود با نرخ بهره 20% میدادید. من حرفی ندارم، شما امروز 3000 میلیارد پول دارید تو بازار، تو اقتصادتون نقدینگی رو دارید، شما میخواید به این 45% اضافه کنید دیگه، سال آینده تورمتون چقدر میشه؟ ما وارد حضرولی نرخ بهره و تورم میشیم. در آرژانتین اتفاق افتاد، در برزیل اتفاق افتاد، خیلی از کشورها اتفاق افتاد. شما نرخ بهره رو میبرید بالا، تورم میره بالا، نرخ بهره رو میبرید بالا، تورم میره بالا، تا کجا؟ تا بی‌نهایت. و شما نمیتوانید این چرخه رو ادامه بدید. به خاطر همین شما باید این چرخه رو بشکنید. اگر شما وارد این حضلولی در واقع میرا بشوید از بین میره اقتصادتون، پول بی اعتبار میشه. منی که الان دولت، من الان دارید شما دارید به دولت سفارش میکنید آقای دولت برو اوراق 45% منتشر کن یا اصلا نرخ سود سپردار بکن 45%، تمام اقتصادتون تعطیل میشه. بعد دولت کجا میخواد به این بهره پول بده؟ برای چاپ بکنه دیگه، غیر از این راهی دیگه این نیست. ببینید این یه سفره مشخصه که هر جاش مشخصه. شما وقتی اینجا میذارید 20% رشد اقتصادی که نداری، بازی نداری، از کجا میاری؟ پای پولی داری تزریق میکنی بهش، میگی امروز نمیکنم سال دیگه میکنم، میگم سال دیگه تورم دوباره میاد، میگی سال بعدش میکنم، میگم اون موقع تورم میاد، میگی قیام آقای امام زمان این کارو میکنم، میگم اون موقع تورم میاد. ببینید این یه چرخه‌ای که مشخصه، اگر این کیک اقتصاد بزرگ نشود شما در هر نهایتی شما هر نرخ بهره‌ای از اقتصاد بگیرید باید پای پولی جبرانش کنید. اما اینکه حالا یه بحثی هست که میگه حالا چی در واقع ما الان داریم که 45% بازدهی میده، میگیم خب چی؟ میگم پتروشیمی، نگاه کن 45%
من میخوام پتروشیمی بزنم تو آمریکا یا تو همین قطر خودمون. بریم تو قطر بزنیم یا تو امارات میزنیم یا تو عمان میزنیم. 90% به من وام میدن اینجا نمیدن. 3 سال طول میکشه تا بسازید. آقای دکتر با 45% بهره شما 3 سال بعد باید چه میزان پول بس بدید؟ اینجا طرح پتروشیمی داریم 20 سال طول کشید هنوز تموم نشده. مگه میتونید امروز چی بگی من پول بهتون بدم؟ شما امروز میتونید پتروشیمی بزنید فردا؟ نه محاسبه بعد دلاری انجام بدید. محاسبه دلاری انجام بدید. من میگم آقا محاسبه دلاری یا چی؟ 7 سال 8 سال یه پتروشیمی به صورت معمول طول میکشه. اینا سفسطه است محاسبات دلاری. آقا من الان میگم آقا شما میگی 100 میلیارد من به شما میدم 145 تومن میدید. میگم شما میتونید در یک سال بزنید؟ امروز من دارم میگم شما 7 سال 8 سال بعد بعدش من تو این کشور دارم نرخ تنزیچی نرخ انتقال پول دارم میدم 10% هزینه حمل 35,000 دلاری دارم من 65,000 دلار میگیرن تکنولوژی ندارم بعد من با قیمت تمام شده گذشته میخواد به من میگه اینا بعد مجلس هم اتفاق میفته میگه نگاه کن نسبت به سرمایهش 50% سرمایه سود کرده. میگم آیه مجلس اون زمانی که من اینو 1 میلیارد دلار تاسیس کردم این دلار 800 تومن بود. من دارم تنزیل اسمی میگیرم. تمام کارخونه های ما در حال فرسودگی مفرط هستن به خاطر اینکه ما داریم تنزیل اسمی میگیریم. استهلاک چی میگیریم؟ اسمی داریم میگیریم. یعنی من کارخونه‌ای که 1 میلیارد الان ایران خودرو 1 میلیارد دلار خطرنگشه 15,000 میلیارد سال پیش ضرر کرده. بعد این آدم اگر این خطرنگ خراب شد چجوری میخواد بذاره سر جاش؟ این پتروشیمیه وقتی مثلا راکتورش ترکید یا برج تختیش ترکید از کجا میخواد بیاره؟ یا فلان چیزی؟ من چون برم من جلسه دیگه نه این چیزی ما یه سنت رو گرفتیم. من میخواهم میگم در امروز اقتصاد ایران به عنوان کسی که دارم کار میکنم در اقتصاد هیچ کاری نیست که اگر شما بهش پول بدید بتونه به شما 20% بدهد حتی بعد. پس چطور تورم 45 همه دارن با کلا به کلا فقط به امید آینده دارن کار میکنن. تمام قیمت ها داره بس با هم 45% تا ببینید بین 30% تا 70-80% داره رشد. قیمت داره میره بالا. خوب. تورم داری. خب. ولی بازدهی واقعی نیست. بازدهی اسمیه. خب. بله. پس قبول کردید. پس تو اون تنزیلی که داری میذارید باید قیمت های الان رو بذارید همین اسمیه رو میذاری. اگر اسمیه رو بذارید نخه تنظیمتون باید اجاز بشه باید تنظیم بشه. من یه نکته میدونی چی شد؟ آی گرفتید؟ چون من دقیقاً میخوام بهتون بگم که این چیزی که شما دارید میگید یه لوپ بسته است که به تناقض ختم میشه. چون شما نمیتوانید در این اقتصاد با این نرخ بهره رو بالا ببرید بگید بازی اقتصادم بالا میره. ببخشید من ساعت 6 جلسه داشتم احترام گذاشتم خدمت شما تا الان حضور داشتم. جنبدیتون بفهمید پس بریم. من یک نکته رو پاسخ میدم با اجازهتون جلسه رو ترک میکنم. از آقای دارابی اگر خواستید فیلم بگیرید هیچ مشکلی من ندارم. نکته ببینید این مسئله که آقای دارابی میفرمایند آقای دارابی از من بشنوید به عنوان کسی که بالاخره من کل کتاب آقای منکیو کتابی که سال 2019 نوشته شده کتاب بلنشار سال 2021 نوشته شده در زمین اقتصاد کلان اینها کتاب‌های مطرح هستند در دانشگاه هاروارد و دانشگاه مایتی تدریس میشه. من تمام این کتاب‌ها رو اسلایدار رو دو زبانه ترجمه کردم به زبان فارسی و اینها رو دارم ارائه میدم. یعنی اگر خواستید به علم روز دست پیدا کنید در خدمت شما هست. در مورد نرخ بهره یک چیز شما شنیدید ولی یک قلقی داره یک نکته‌ای داره که متأسفانه دقت نفرمودید. ببینید این که نرخ بهره بالاتر میتونه به تورم منجر بشود بله درسته. این که نرخ بهره بالا در زمان آقای طیب نیا و بقیه دوستانی که شما فرمودید به نرخ تورم بالا منجر شد بله درسته. شاید اولین اقتصاددانی که در این زمینه بارها و بارها و بارها هشدار داد خود بنده بودم. حالا چرا؟ نرخ بهره رو یک زمانی شما نرخ بهره بالا رو در شرایط تورمی 0% دارید یک زمانی نرخ بهره بالا رو در شرایط تورمی 45% دارید. اگر نرخ بهره شما از نرخ تورم بالاتر باشه البته اقتصاددانان بزرگ آقای سارجنت و آقای والاس در مقاله 1981 که خودشون اعلام میکنن که اگر نرخ بهره شما از نرخ رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر باشه نرخ بهره واقعی یعنی چی؟ اگر تورم شما 45% فرض کنیم اقتصاد ایران میتواند در طی 30 سال آینده یک نرخ رشد اقتصادی مثلا 5% داشته باشد. حالا اگر نرخ بهره شما روی اوراق از 50% بالاتر بره این در نهایت به تورم منجر خواهد شد. نکته شما کاملا درسته.
اگر نرخ بهره شما از 50% پایین تر باشه این به تورم منجر نخواهد شد. این نکته اساسیه که فعالان بازار بهش توجه ندارن. بله نرخ بهره بالا میتواند به تورم منجر بشود به شرط اینکه از مجموع نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد تولید بلند مدت بالاتر باشد. اگر پایین تر باشد ما در واقع داریم رانت در اختیار اقشار خاص در اقتصاد قرار میدهیم. مشکل اینجاست. ببینید مسئله اینجاست که وقتی که شما نکته دیگری که شما فرمودید در مورد حاشیه سود و در شرایط تورمی، در شرایط تورمی قیمت‌ها به صورت اسمی افزایش پیدا می‌کنه. شما الان شرکت‌ها رو ملاحظه می‌کنید، وضع بسیار مناسبی در بازار بورس دارند. وقتی به مقدار تولید نگاه می‌کنید، می‌بینید مقدار تولید از سال گذشته مطلقاً تغییر نکرده، ولی شرکت وضعیت مناسبی داره. چرا وضعیت مناسبی داره؟ چون از شرایط تورمی داره بهره‌مند میشه، قیمت کالاها به طور متوسط 60% 70% رشد می‌کنه و جالب‌تر اینجاست که در شرکت‌های صنعتی وقتی در شرایط تورمی قرار داری معمولاً هزینه‌ها به اندازه درآمدها رشد نمی‌کنه. یعنی هزینه‌ها مثلا دستمزدها سرکوب میشه، ساپرس میشه. یه نکته مهمی که شما به درستی اشاره کردید در مورد استهلاک، بله این طور هست. وقتی که شما قیمت‌ها دیستورت میشه، شرایط تورمی شدید داری. حالا نرخ استهلاک به درستی تعیین نمیشه، بعدن که شما بخواید جایگزین کنید دچار مشکل میشید. ولی نکته به همین سادگی که شما میفرمایید نیست. حالا اگر شما اومدید تجدید ارزیابی کردید شرکت ایران خودرو رو، نرخ استهلاکش افزایش دادید، ای پی اس شرکتتون کاهش پیدا میکنه، قیمت شرکت در بورس در نهایت ممکنه کاهش پیدا کنه به خاطر افزایش نرخ استهلاک. چون ذینفعان متعدد این شرکت ها دارند، خب ملاحظه میفرمایید که وضعیت از نظر سیاسی بسیار مشکل هست که ما بتونیم تغییراتی به وجود بیاوریم. از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید بسیار سپاسگزارم. از جناب دارابی که در این در واقع گفت و شنود سریع شرکت کردند سپاسگزارم. سلامت باشین. شما اگه جنبندی دارید بفرمایید که با هم ان شاءالله تمومش کنیم. میگن قرون وسطا بود، بعد یکی از اومد سوالی کرد، یکی از این حالا طلبه ها یا این بچهای کشیشایی که تو صومعه بود، گفتن که از چند تا دندون داره؟ گفتم نمیدونیم، بریم تو کتابخونه، حتما در کتاب‌های گذشتگان هستن. تمام کشیش‌ها و این راهبا و این همه ریختن تو کتابخونه و دنبال اینکه اسب چند تا دندون داره. یکی این وسط رفت یه اسب در خیابون پیدا کرد، آورد تو کلیسا، گفت دهنشو باز کن بشماریم. گفتم تو کفر ورزیدی نسبت به اون کتاب‌هایی که اینجا هستن و این از کلیسا بیرون کردن. من میگم ما چرا اینطور کنی؟ این اسب حاضره، بیاید آقای دکتر پاشیم بریم شهرک صنعتی. اطراف تهران خدا رو شد 4-5 تا هست، در تک تکشون رو میزنید باز میکنیم، میگیم آقا شرکت صنعتی، چون من اکثر اوقات آخر هفته ها میام، اگه تشریفم بیارید بدم خوشحال، شما با نرخ بهره 25-30% سود میکنی یا نمیکنی؟ ببینیم چند تا از اینا اصلا باز هستن الان، چند تاشون هم کار میکنن، چند تاشون هم میتونن با این نرخ کار بکنن. واقعیتی که در اقتصاد ما این نرخ بهره که الان داریم میبینیم واقعیت نیست. شما نرخ بهره رو بکنید 50% هم، درست همین مقدار به نقدینگیتون اضافه میشه. در نهایت یک روزی دولت ناچار میشود، یعنی از حساب به یه جایی میرسه که یا این بابل نقدینگی میترکد مثل سال 97، یه دفعه شما متوجه میشید که تو بانک ها پول دارید اما در اقتصاد هیچی ندارید که بخرید. یه دفعه نرخ ارز دوباره یه جامپ سنگین میکنه، تمام دارایی ها دوباره با این تاچ. این اتفاقی که هر چقدر من نرخ بهره رو بالا ببریم با سرعت بیشتری رخ میده. یعنی اگه من نرخ بهره رو بکنم 50%، هر سال نرخ ارزتون ممکنه 2 برابر بشه یا هر 6 ماه 2 برابر میشه. در همه دنیا هم این کارو کردن، یعنی هیچ جایی شما نمیده. اصلا این مفهوم که نرخ بهره الان در واقع در اقتصاد بتواند کاری بکنه دیگه تقریبا منسوخ شده. تو همه جا در اقتصادهای بزرگ یعنی نرخ بهره یا صفر یا منفی شده. حتی در ما هم میگیم حالا تورم داریم، خب میگیم تورم از کجا میاد؟ میگن نقدینگی. میگم نقدینگی از کجا میاد؟ از نرخ بهره. خب این یه مثلثه، باید یه جایی شکسته بشه. حالا شما هر چقدر این مثلث رو ادامه بدهید وضعیتتون بدتر میشه، چون هر سنتی باید بره. دولت پارسال نرخ بهره 15 بود، بعد کرد 20، الان 26، سال دیگه بکن 36، سال بعدش بکن 76، بکن 15000%. در نهایت چی داری؟ یه عالمه فقط تورم. نه رشد اقتصادی داری، نه وضعیت مردم. وضعیت مردم هم واقعا به خاطر این وضعیت چه؟ چون من الان تولید کننده، من سرمایه گذار، میخوام برم سرمایه گذاری بکنم، 100 میلیارد تومان دارم، میرم اینو میذارم بانک، آخر سال 125 میلیون دارم، یه ساده حالا منبعی چی میخواد بذاری رو شهر واحدی که میخواد بذاری. اما برم سرمایه گذاری کنم چی؟ چقدر دارم؟
هیچی ندارم. واقعیتش اینه که من 3 سال طول کشه یه واحد صنعتی بسازم و وام گرفته باشم 100 میلیارد، در نهایت اون 100 میلیارد اول خودم هم دست دادم. به خاطر همین الان ما یه عالمه بدهکار بانکی داریم که اومدن بیچاره اومدن وام بگیرن که برن تر توسعه، برن مثلا تر توسعه بذارن، برن واحد بسازن، همشون موندن تو وامشون. چرا ما این همه بدهکار و یه نوکول در واقع بانکی؟ به خاطر همین نرخ بهره بالاست. ما اینو باید بشکنیم. ما نباید به این دولت با این میزان کارایی پایین، بهره وری پایین، اجازه بدیم نرخ بهره رو طوری بالا ببره که اون تیکه بخش خصوصی هم نابود بشه. الان ما فقط حرفمون اینه که آقا این بخش خصوصی هرچی هست تو برو هر کاری با این پول اعتباریت میخوای بکنی بکن، ولی دیگه نیا دست بنداز رو منابع این بخش خصوصی، این خانواده‌ها، این کسانی که پول میذارن تو بانک. حق اینهاست که وام 100 هزار تومانی بگیرن، وقت وام 200 هزار تومانی بگیرن، تسهیلات بگیرن، کار ایجاد بکنن برای خودشون. ولی تو میری به اون بانک میگی آقا اوراق بخر، اون بیچاره چیکار کنه؟ تسهیلات بده یا اوراق بخره؟ متشکرم از شما و متشکرم از شما دکتر. سلامت باشین. متشکرم شما که بیننده برنامه ما بودید.